سلام، جلسه 11 سشن 11 بلک نات. امروز شنبه است، اولین دقایق شنبه 6 تیر 94 معادل با 27 جون 2015. امشب نصف شب در واقع کار خیلی خاصی نمیخوام بکنم، فقط میخوام یه ویدیو داده باشم دیگه، بالاخره باید کاری بکنیم هرچند خیلی. میخوام اون الوکیتوری که نوشته بودیم و یه کمی سی پلاس پلاسیفای کنم، اگه کلمه درستی باشه. الان سایزمون چقدره؟ سایز کدمون چهارده میذاشتم، نه خب بذار اینم اینجوری کنم. سی پلاس پلاس یوفای یعنی چی؟ در واقع سوالی که احتمالا برای شما مطرحه اینه که سی پلاس، منظورم سی پلاس پلاس یوفای چیه. الان اینترفیس الوکیتور ما اجازه کانستراکت کردن آبجکت و این چیزا نمیده، باید درسته دیگه نه؟ آره، باید اینا رو هم اضافه بکنیم به اینترفیسم. کاری که من میخوام بکنم، امیدوارم کار کنه، اینه که یه سری فانکشن تمپلیتی به خود الوکیتور من اضافه کنم و اینا رو اوورراید نکنم و اینا از کار طبیعی، کار عجیب غریبی نیست دیگه. خب اولین فانکشنی که میخوام بنویسم یه چیزی شبیه نیوه. این الوک رو نگاه کنید، الوک یه سایز میگیره و اونقدر مموری الوکیت میکنه و وید پوینتر برمیگردونه، ولی اگه تایپ ما احتیاج به کانستراکشن داشته باشه، ما مجبوریم خودمون دستی در واقع روش کانستراکت کنیم، بعدش این کارو بکنیم، تو دو مرحله انجام بدیم، که خب لزومن یعنی لازم نیست این کارو بکنیم دیگه. ببینید که من چه جوری اینا مینویسم. تمپلت تایپ نیم تی، یه تی پوینتر میخواییم برگردونیم، اسم فانکشنمونو میذاریم create. inline create. خب برای allocatorمون مثل فایل مثل آرایه و اینا inline ننوشتیم، بذار open containing folder کنم. برای الوکیتور هم من یه اینلاین بنویسم. خب تمپلت الوکیتور دات اینلاین، این شکلی بود نه؟ آره اره، اینلاین الوکیتور. خیلی خب این هم بذار من اضافه کنم به سی میک. هم سی میک الوکیتور، یه اتفاقی برای کیبوردم افتاده، ریسپانسش یه ذره کند شده، قطع و وصل شده مثلا کیبوردم. آره کیبوردم آره قطع و وصل شده این وسط، داشتم با کابلای اون پشت کیسم برمیرفتم. اینا رو باید یه بار کار لازم نبود کام دوباره بکنم. خب درست اصلاگیش بودن در اومد. خب الوکیتور اینلاین هم اضافه میکنم به سی میک، هم یه بار پروژه‌مو بیلد میکنم. آرایه رو چجوری نوشتیم؟ اری یا اری اینلاین رو چجوری نوشتیم؟ حالا الوکیتور اینلاین باز کنم. اری آخرش اینجوری، من فایل اینلاین هم فایل ایمپلیمنتیشن هم رو در واقع اینکلود میکردم. برای الوکیتور هم بذار همین کار بکنم. الوکیتور دو ده ایمپلیمنتیشن، فقط این فایل های اینلاین رو استفاده میکنم برای اینکه فایل هدرم شلوغ نشه، وگرنه هیچ فرقی نداره اون کد اینجا بنویسم یا نه، و هیچ کس نباید این فایل ها رو مستقیم اینکلود کنه چون ته هدرم اینکلود میشن اتوماتیک. خب الوکیتور اینلاین، الوکیتور اینلاین هم تو هدر بلک نات، اینجا نیم اسپیس دیگه ای که ندارم.
نه نداره. فانکشن کرییت، این فانکشن کرییت کامل نیست، اصلا نمیخوام پلیسمنت نیو رو من حالا برام اصلا نمیخوام که از این استفاده کنم، این اینترفیسش رو باید اکسپاند کنم، ولی خب فعلا برای نقطه شروع خوبه. خود الوکیتورمون تمپلیتی نیست، برای همین زندگیمون راحت. تو این چیکار میخوام بکنم؟ بذار من اینو ببرم این بر. مرسی، خیلی موفقیت آمیز بود. خب من اینجا از فانکشن الوک استفاده میکنم که الوکیت کنم یه فضایی و بعد روش کانستراکتور رو، کانستراکتور تایپ تی رو فراخوانی کنم. چجوری این کار بکنم؟ آها راستی یادم رفت بگم که آیدینم با منه، اگر احساس میکنی که دارم با یکی دیگه صحبت میکنم، دارم با آیدین زلغت صحبت میکنم. آره با خود استثنان این دفعه با خودم صحبت نمیکنم. خب چجوری مموری الوکیت کنم؟ چقدر، اولا سوال اول، چقدر مموری باید الوکیت کنم؟ یه دونه تی میخوام بسازم. تایپش تیه؟ آره یه دونه. چرا یه دونه؟ یه دونه دیگه کرییت، یه دونه از اینا میخوام بسازم، یه دونه از اون تی ها میخوام بسازم. بنزه سایز تی سایز آف تی، این سایزمه. خب ولی از اون ریسورس الوکیتورمون مثلا میخوام بگیریم دیگه، از خودش بگیرم دیگه، خودم الوکیتورم دیگه، پس میتونم الوک کنم. اون دیباگ پارام رو نمیدونم نفرستم نفرستم چیکار کنم، خیلی زشت میکنه اینترفیس. نه بذار بفرستم، بذار یه ذره دیسپلین داشته باشم و اینو بفرستم. حالا باید یه فکری برای این آقاد بکنم ظاهرا. خب این الوک سایزش رو بعدش بدم و بعد دیگه چی میخواد از من؟ دیباگ پارامز میخواد دیگه، دیباگ پارامز رو اینن بهش پاس میدم. و این چی برمیگردونه؟ یه دونه void pointer برمیگردونه دیگه. پس من میگم void star p مساوی است با این. درسته. الوک چجوری به ما میگفت که مموری دیگه نداری، مموری تموم شده؟ نال برمیگردون دیگه. درسته؟ نال. طبق چیزمون اینجوریه که قراردادمونه که نال برگردون. پس من میگم که اگر نال نبود، اگر bknt_ptr ولید p، حالا بعد کانستراکتش هم بکنم دیگه اون آبجکت رو، آخرش که میگم p رو برگرد این که هیچ. درسته. p رو بعد کستم بکنم. واقعا کست c انجام بدم تو کد. اوکی خب چجوری کانستراکتور رو فراخوانی کنم؟ یادت در مورد پلیسمنت نیو صحبت کردیم؟ اینجا صحبت کردم، فکر کنم اینجا صحبت کردم. ببین پلیسمنت نیو داریم، پس در مورد صحبت کردیم. من پلیسمنت نیو انجام میدم توی بزنم توی الوکیتور، شاید هدرش اینکلود نکردم واقعا. این تو کدوم هدره پلیسمنت نیو؟ فکر کنم تو ماکروز باید باشه دیگه. درسته؟ تو ماکروز باید ماکروز رو قاعدتا اینکلود بکنم. حالا فعلا ماکروز کار دیگه ای نمی کنه، برای همین بیازاره. زمین که اینم من فکر کنم این الائن اف تایپ رو من به نظرم میاد که اشتباه نوشتم. اون بی که انتی پی تی آر ولیدم توی ماکروز. اینو کافیه که فکر کنم الائن از تی بنویسم. بذار من اینجا یه چیزی یه علامت رو زرم تو دو check whether align as t is enough. خب این فکر میکنم واقعا این align as t کافی باشه برای این align as align of t لازم نباشه بنویسیم، ولی خب حالا من اینجا macros رو باید include کنم.
چرا اینجوری شده امشب. include بعد نشستم include بهانه است دیگه. Blacknot macros و تو macros placement new کن pointer p چه تایپی رو تایپ t این کانستراکتور رو فراخوانی میکرد دیگه. اوکی این کانستراکتور رو فراخوانی میکرد و این کانستراکتور ممکنه اکسپشن ترو کنه. حالا در مورد اکسپشن ترو کردنش صحبت میکنیم. نه بذارت هندلش کنه اکسپشن ترو کردنش. بذار معادل اینم بنویسم. هنوز این تموم نیست. معادل create چی بنویسم؟ یه دونه destroy هم باید بنویسم دیگه که inline void destroy. destroy من یه دونه t pointer p میگیره و یه سری هم alloc debug params چیکار کنم که constref debug params. دقت کنید که اینا ویرچوال و از این چیزا اصلا نیستن. وسوسه میشم که convenience interface for dealing with non-parts. نه non-parts کافیه. یه سری دیگه نمیخوام تاش بنویسم. خب destroy هم برعکس این باید کار کنه. و اول میگم که if bknt ptr valid p به کارایی بکن. چیکار کن؟ دستراکتور تی رو فراخوانی کن. دستراکتور تی رو چجوری فراخوانی میکنیم؟ p flash t این دستراکتور تی رو فراخوانی میکنم. حتی این تیکش لازم نیست لزوما بنویسیم. این تیکر یادم یه کیس هایی بود که اینو باید مینوشتیم یادم نیست نمیدونم چرا. خب اینو دستروی کن. دستراکتورش رو فراخوانی کن. دستراکتور قرار نیست چیزی ترو کنه. نباید اکسپشن ترو کنه. پس لازم نیست اکسپشن رو هندل کنیم. اینجا من اکسپشن هم هندل باید بکنم. to do handle exceptions. میتونم کلا ندیده بگیرم مسئله اکسپشن رو تو کانستراکتور اگه اکسپشن ترو بشه ولی خطرناک این بالا. یعنی یه فیچر مهمی رو من از اکوسیستمم خارج کردم اگه این کارو بکنم. تو کانستراکتور رو بعضی وقتا اکسپشن لازم داریم. حالا من با اکسپشن مینویسم اگه لازم شد برش میدارم. خب ولی وقتی این کارو کردم بعد با استفاده از فانکشن فری بازم p پوینتر رو میدم سایز آف t و چی و دیباگ پارامز اینو دلیت میکنم. الان توی اینترفیس من بسافر این که تمپلیته و ویژوال استودیو اصلا این رو کامپایل نمیکنم ولی به هر حال ضرر نداره وارنینگ هم نداریم. خب توی مینم بذار یه تایپی بنویسم فعلا برای اینکه برای تست ازش استفاده کنم. struct test type test type یه constructor واسش می‌نویسیم و یه destructor. تو constructorش چیکار می‌کنیم؟ bknt report میکنیم test type ctor.
توی دستراکتورش هم دیتور این سه نقطه نیست دیگه. حالا من اگه یه دونه از این کانستراکتور دستراکتور رو مثلا بگم اوتو پی نپی که دارم تست تایپ مساوی است با دیباگ، برای اینکه این درست کار کنه دیبه پارامز بخوام؟ نه، احتیاج به این داره که من پوینتر الوکیتور کار کنم. برای همین من یه فانکشن می نویسم به اسم بذار این کار بکنم void test allocator allocator pointer blacknot allocator pointer blacknot allocator pointer allocator و این روشی که من واقعا با allocatorم کار خواهم کرد دیگه. من allocatorمو با pointer این ور اونور میفرستم تو ساب سیستما. برای همین این کد چکم رو هم میبرم توی به جای دیباگ الوک مینویسم الوکیتور، اینجا هم همینطور فلش دیگه. این روشی که باید با allocator واقعا کار کنم. من کاری ندارم که allocator واقعا چجور allocatoriه، کانکریت چیه. بذارید دوباره اون تست قبلیه رو انجام بدیم. اینجوری هنگه وسطی باشه، سخت در باشه و allocator نتونه حس بزنه اولی یا آخری نباشه، وسطیه. آدرس دیباگ الوک. اگر الان اینجوری بفرستم باید به من یه اروری، الان این تست تایپ هیچی نیست اینجا الکی، باید به من یه اروری نشون بده تو موقعی که اجراش میکنم که بگه روت الوکیتور. حالا اون انجینه که هیچی دارم میسازمش، که من ارور نشون بده بگه دقیقا این الوکیشنی که پی رو فری نکردم، الوکیشن اولیه رو فری نکردم، بگه این پی رو که خط 51 فایل مین الوکیت کردی اندازش هم 1000 بایت بوده اینو فری نکردی. الان باید اینو بگه، درسته؟ اگر میبینید سایزش 1000 بایته، یوزر دیتا صفره، الوکیتد فرام مین سی بی پی خط 51، اینجا الوکیت شده و فری نشده. اسرشن هم به خاطر اینکه خالی نیست، چیزم دیگه خالی نیست حافظم، و 1056 بایت هم کلا فری نکردم. اگه خاطرتون باشه اندازه دیباگینگ دیتام علاوه بر اون 1000 بایت که خود اندازه بلاکمه، یه مقداری هم اوورهد هدر و فوتر من داشتم. اگر من اینو عوض کنم به جای دیباگینگ الوکیتور یه الوکیتور معمولی بهش پاس بدم، خود روت الوکیتور رو مثلا پاس بدم، همین کار رو برای روت الوکیتور بکنم، روت الوکیتور من اسرشن رو انجام میده، آخرش کرش میکنه ولی نمیگه کجا، به من دیگه اون اطلاعات اضافی رو نمیده که دقیقا کجا بود. که ببین میگه که روت الوکیتور is not empty upon destruction، 1000 بایت باقی مونده ولی من نمیگه کجا. یعنی دیباگینگ الوکیتور خاصیتش اینه که اوورهد داره، اوورهد رو داره، حافظه بیشتر میگیره ولی کنتر هم مقداری، ولی به من میگه که کجا مشکل الوکیشن داره. ولی من تعویض پوینتر دیباگینگ پارامتر، آره تو این دیباگ پارامترش. ببین اینجا این فانکشن من مثل یه ساب سیستم میمونه دیگه، چیه فانکشنی که کاری نداره الوکیتورش چیه دقیقاً، یه الوکیتور میگیره اصلا مش مهم نیست تایپش دقیقاً چیه، دیباگ الوکیتور نیست چه جوریه، فقط اینترفیس رو ازش انتظار داره. و این اینترفیس من با عوض کردن یه پوینتر اینجا میتونم به جای روت الوکیتور بهش دیباگ الوکیتور پاس بدم و این ساب سیستم منو که فانکشن تست الوکیتور باشه اینو تست کنم، یعنی الوکیشنشو اینسترومنت کنم و چک کنم و ببینم
به من ریپورت درست بده که دقیقاً چه الوکیشنای فیل میشن یا نمیشن یا نشدن یا نشدن یا ریلیز شدن نشدن، حالا هر چی این اکسپندش میکنیم فانکشنالیتی شد. حالا علاوه بر این که چرا این اسم اینو نذاشتم دیباگ الوکیتور dbg الوکیتور، خب این چکی کجا اتفاق میفته؟ موقع دستراکت شدن الوکیتور، موقع دستراکشن الوکیتور که اینجا باشه اون چکی اتفاق میفته، ولی غیر از اونم فکر کنم بهش میتونم بگم، نمیدونم فیچرشو گذاشتم یا نه. دات آره ریپورت بود فکر کنم، نه فقط چیزاشو میده، فقط آها اون زیر پرینت میکنه تعدادشون هم برمیگردونه. من الان اینجا دوباره باید ریپورت ابتا الان اینجا همه رو چیز کردم، بذار این یکی رو این دفعه بسید کامنت میکنم خوشحال بشی. من ریپورت رو دوباره داد، اولی ریپورتی که تو مین فراخوانی کردم، دومی اون چیزی که تو دستراکتور دیباگ الوکیتور داره فراخوانی میشه و بعدم که اسرشنش فیل میشه و کراش میکنه. یعنی من ریپورتر رو هر جا بخوام میتونم تریگر کنم اگه، ولی خب ریپورتر این ریپورت خوبی نیست دیگه، من نمیخوام اطلاعات تو استیدی اوت بنویسه از این کارو بکنه، من میخوام کال بکش بدم بذار هر بلاکی که انالوکیتد اون کال بک روش فراخوانی کنه، یه فکری من واسه اون بلاکه بکنم. شاید من ریپورتم بخوام تو فایل بنویسم، خواستم گرافیکی نشون بدم، خواستم نمودار بکشم، هر کاری خواستم بکنم. به هر حال فعلا هدفمون این نیست، فعلا مشکلمون این نیست. در مثلا اونی که یه دونه از این تست تایپ ها میخواییم الوکیت کنیم، من میگم که اوتو هرچی اوتو چی نوشتم اوتو تست تایپ نه اوتو دیتی مساوی است با الوکیتور بزوینم کریئیت و ایناش کو کریئیت دیسترو هم داره. اگه من الوک رو فراخوانی کنم طبیعتا نمیتونم بهش بگم که تایپش دقیقا چی باشه، بذار اوتان ننیست بذار اینجور نیستم تست تایپ پوینتر تی تی. اینجا نمیتونم بهش بگم که مثلا اینجا میتونم اینجوری بگم سایز آف تست تایپ و این بدترین ماکروی که تو عمرم نوشتم دی بی جی عمدن بکنم گنده نوشتمش که الوکیشن هم تابلو باشه. خب چرا انقدر ارور گرفته از من؟ آها خب اوکی قبول. سایز آف اشتباه نمیشته بود دستم برد نکن و اینو بعدش هم میتونم طبیعتاً بگم الوکیتور فری تی تی سایز آف استار تی تی و دقیقاً همون بی کی ان تی دی بی جی الوک پامز. یه فکری باید توسه این بکنم، اینجوری من میتونم مموری لیک نداشته باشم، ولی اگر اجرا کنم اینو خواهید دید که کانستراکتور و دستراکتور تست تایپ فراخوانی نمیشن اونجوری که مثلا وقتی متغیر معمولی ازش تعریف کنم فراخوانی میشه بدون هیچ دلیل. الان دوتا از تست تایپ کانستراکت نمیشه، یه بار کانستراکت شد و یه بار هم دستراکت شد. کاری که من باید بکنم اینه که اینجا بگم allocator به جای چیز بگم create کن چه تایپی test type و دیگه size of اینا هم نمیخواد، فقط اون پارامترهای دیباگشو بهش میدم. چرا من یه پارامتر یه پرانتز اضافی، اگر این کارو بکنم بازم مموری لیک ندارم، ولی یه دونه تست تایپ ساختم که دستروش نکردم، یه بار کانستراکتور رو فراخوانی کردم ولی دستراکتوری فراخوانی
نشده براش. Create a new function does not take two arguments. آه این همون مشکلیه که با چیز داریم. برای اینکه نیو رو بتونم استفاده کنم باید هدر نیو رو الوکیتور سی پی پی هم آره دارم ولی این تو این لاین شده نیست. هدر شاید اینا رو این لاین نکنم، نه تمپلیتیه باید این لاین نمیشه. اینکلود نیو چه بکنم برای پلیس استفاده از پلیسمنت نیو باید هدر نیو رو اینکلود کنیم. نیو مال لایبرری استاندارد سی پلاس پلاس، همه یه لایبرری استاندارد سی پلاس پلاس اسمش استیل نیست. که وقتی اینجور نوشتم باید اینجور نوشتم. متاسفانه این الان نشت میکنه به همه کسایی که این هدر رو اینکلود کنن، هدر الوکیتور اچ پی پی رو، ولی خب فکر کنم کاریش نمیشه کرد. خب اگه اجراش کنم الان دوبار کانستراکتور تایپ تست تایپ فراخوانی میشه و یه بار دستراکتورش، دوبار کانستراکتور و یه بار دستراکتور. این اتفاق خیلی بدیه و خیلی فرقی با مموری لیک نداره. ممکنه من توی این تست تایپ هم، حالا تست تایپ من تایپ ساده ای، ولی توی این مموری الوکیت کنم و فری نکنم. کاری که باید بکنم طبیعتا مشخصه، اینجا باید الوکیتور دستروی که سایزشو نمیخواد بهش پاس بدم. یاد کنید که تایپش هم دیگه اکسپلیسیت نمیخواد بنویسم. اینجا توی موقع کانستراکت کردن باید تایپشو اکسپلیسیت بنویسم، به خاطر اینکه کرییت من هیچ جوری این تی رو نمیتونه اینفر بکنه، از هیچ کدوم از پارامترش نمیتونه برداشت کنه که تی واقعا چیه. فقط تو ریترن تایپشه که خب ریترن تایپ هم توش اینفرنس اتفاق نمیفته، اینداکشن تایپ اینفرنس دیگه، تایپ اینفرنس اتفاق نمیفته. ولی توی دستراکتور چون من یه پوینتر دارم بهش پاس میدم از همون تایپ تی، این میفهمه که تی چیه. پوینتری که من دارم بهش پاس میدم تست فلانه، تست تایپه، پس تی توی این فانکشن تست تایپ بوده. پس لازم نیست اینجا اکسپلیسیت بنویسم دستروی تست تایپ، هرچند که میتونم بنویسم، این کار رو میتونم بکنم. خیلی سال پیش، این که میگم خیلی سال پیش، واقعا 8 سال پیش نه بیشتر، 8-9 سال پیش، قطعا بیشتر از 8 سال پیش، یکی سر یک کلاس سی پلاس پلاس از من پرسید که چجوری باید این کار بکنیم و من فکر کنم بهش اشتباه جواب دادم. نه کلک یادم کلاسه کجاست، ولی از همون موقع تا حالا این عذاب وجدان بوده برای من در مورد اینکه اگر هیچ کنون از یعنی ریترن تایپ ما اگر یعنی تمپلیت شده، ریترن تایپمون پارامتر تمپلیتی باشه چه کار باید بکنیم و چجوری باید فراخوانیش کنیم. یادم نیست چی جواب دادم، ولی مطمئنم جواب اشتباه بود و الان 8-9 ساله که من از وجدان دارم به خاطر اینکه اینو اشتباه سر اون کلاس به اون بیچاره جواب دادم. نه تو پروژه فیل شده به خاطر این گیم اون نه اونا چیزشون اصلا کارشون سی پلاس پلاس نبود، درسشون هم سی پلاس پلاس نبود، خیلی چیز مهمی نبود. ولی به هر حال خب حالا به هر حال این دستروی اگه من این تی تی رو دارم پاس میدم و یکی از تایپ های چایلده و دستراکتورش ویرچوال نیست، میتونم این کار بکنم. آها یه چیزی، این خیلی مشکل جدیه، تایپ کانکریت اینجا باید حتما تایپ کانکریت تهش رو پاس بدم وگرنه سایز آزاد شدنش اشتباه خواهد بود. اشکال نداره. خب اینجا هم پس وقتی من اینجا دارم تایپ همو اکسپلیسیت مینویسم دیگه اینور لازم نیست یه بار دیگه بنویسم. اینجا یکی از اون جاهایی که خیلی خوب میشه از اوتو استفاده کرد، مشخصه کاملا که چه تایپی داریم برمیگرد، create test type و مشخصا داریم اینو برمیگرد. الان اگه من اجراش کنم دقیقاً دوتا constructor و دوتا destructor فراخوانی میشه و چون destructor این اولی تی تی رو دارم explicit خودم فراخوانی میکنم، مشخصا قبل از constructor دومی داره فراخوانی میشه. اینجوری که میبینید حالا یه مشکل بزرگی داریم ما، اونم اینه که فرض کنیم که کانستراکتور من پارامتر هم داشت int foo و من میخوام اینجا بنویسم type for درصد d و اینجا foo رو هم بهش پاس بدم. کانستراکتور ما پارامتر داره. الان اگه من اینو سعی کنم کامپایل کنم، حالا این که پیچی SSC چی SS من الان کامپایل میشه این
ولی تی تی کامپایل نمیشه. چرا؟ چون کانستراکتور بی پارامتر که اینجا داره استفاده میشه نداره و خطای من اینجا خواهد بود. حالا این متاسفانه این ماکروهای منو خیلی بد باشون برخورد میکنه. این یکی، این خطا رو وقتی میده خیلی نباید تحویلش گرفت. تست الوکیتور، تست تایپ، نو اپروپریت دیفالت کانستراکتور اویلیبل. اینجا من دارم از دیفالت کانستراکتور استفاده میکنم و میگه دیفالت کانستراکتور نداره. حالا چیکار کنم؟ شما آقای مهندس ذوالقدر به عنوان برنامه‌نویس با تجربه با سابقه گیم دیولپر بگو که من چیکار کنم. دارم جواب ندم بک فایر میشه. من میدونم چیکار باید بکنم. ما منو لنت مدرون پارامتر رو ببین. فرض کن که من خب میتونم این کرییت رو ازش چند تا اورلود بنویسم، درسته؟ اورلود های تمپلیتی بنویسم، مثلا یک کرییت اینجوری بنویسم، الان قشنگ مشکل ما حل میکنه. یک کرییت دومی بنویسم که تی و یو، حالا تایپ نیم یو و پارامتری که میگیره یه دونه یو هم بگیره دیگه. یو حالا یه دونه یو اینجوری هم بگیره، درسته؟ کرییت توی الوکیتور کرییت یو و کاری که میکنه چیه؟ یو رو به عنوان پارامتر کانستراکت، نه یو کوچیک، البته یو کوچیکو پاس بده به عنوان پارامتر کانستراکت. جدا از مسئله عظیمی که من اینجا کانست رفرنس گرفتم و از این حرفا که بگذریم، من میتونم حالا کاری به فورواردینگشون فعلا نداریم، من میتونم اینجا وقتی که دارم الان کرییت تایپ میکنم یه دونه پارامتر 13 هم بهش پاس بدم. اوورلود داره دیگه، درسته؟ و این الان کار میکنه، امیدوارم. خب کرییت ممبر فانکشن، آه یس، آره اینو دارم تش. وقتی کار کرد یه دونه تی تی میسازم با پارامتر 13 و یه دونه هم اس اس میسازم با پارامتر 42. خب حالا همین کار کافیه چند بار دیگه انجام بدیم؟ همین اورلود کردن کرییت رو کافیه چند بار دیگه انجام بدیم؟ 80 بار دیگه انجام بدیم کافیه دیگه، درسته؟ تا همه کانستراکتورهای 80 پارامتری رو ساپورت کنیم. حالا 79 بار دیگه انجام بدیم، همه کانستراکتورهای 0 تا 80 پارامتری رو ساپورت کنیم. بعد یه نفری پیدا میشه کانستراکتور 81 پارامتری می‌نویسه. خب چجوری میتونیم همشو فانکشنال کنیم هم دیگه رسد کنیم؟ فقط یه چیزی، یه چیزی من بگم، نه لازم نیست فانکشنال کنیم، یه چیزی من بگم که این اینجوری نوشتن کاملا غلطه و من نباید مشکل کانست رفرنس نباید بنویسم. باید من از یه چیزی استفاده کنم که بعضیا تو کامیونیتی سی پلاس پلاس بهش میگن یونیورسال رفرنس. من در واقع وظیفه من توی این فانکشن کرییت اینه که من این پارامتر یو رو بگیرم، اینن بدون اینکه به تایپش دست بزنم خرابکاری کنم، اینن پاس بدم به کانستراکتور تی. نباید تایپش رو تغییر بدم، به زور کستش کنم به کانست رفرنس. اون کاری که من الان می‌کردم این بود که به زور می‌کردمش کانست رفرنس. اکثر اوقات یا بعضی اوقات این اشکالی نداره، اکثر اوقات کانستراکتور من وقتی یه دونه اینتجر می‌گیره، حالا یه دونه کانست رفرنس به اینتجرم بگیره اشکال نداره، یعنی اتوماتیک کست میشه. ولی بعضی وقتا هستش که مثلا یه رفرنس غیر کانست اگه بگیره، من چون رفرنس به رفرنس ندارم، حالا اگه تو ذهن تصور کنید یا سعی کنید بنویسینش، اگه کانستراکتور داشته باشم که پارامتر غیر یه رفرنس پارامتر رفرنسی بگیره ولی کانستنت نباشه، اون وقت اینجور فوروارد کردم واسش کار نمیکنه. من یو رو که دارم میگیرم، یو کوچیک، یه کانست رفرنس به یه تایپ یو و این کست نمیشه به یه رفرنس عادی به تایپ یو، کانستنسش همینجوری نمیره و این غلط میشه و کار نمیکنه و کامپایل نمیشه، یعنی اونجور تایپ ها رو حتی من ساپورت نکردم. کاری که من بکنم اینه که یه جور رفرنسی بهش پاس بدم که به همه حالت‌ها تبدیل بشه، به value type، به reference type، به const reference، به
آر ولیو رفرنس اینجوری که نوشتم الان به کانست آر ولیو کانست آر ولیو رفرنس حالا خیلی معنی نداره، ولی به هر حال کاری که من بکنم اینه که حالا به دلایل سی پلاس پلاس یه پشتش کاری نداریم، اینجا واقعا بحثمون نیست. کاری که من باید بکنم اینه که این تایپ همو اینجوری بذار اول کار نکردنشو ببینیم. بذار ببینم مثلا مطمئنم که این کار نمیکنه. شاید غلط من دارم حرفی بی خود میزنم. بذار کار نکردنشو ببینیم بعد این رفرنس فو. اینجا من باید دیگه عدد 42 نمیتونم پاس بدم، باید واقعا یه اینت رفرنس پاس بدم، یه اینتجر یه پاس بدم، یه رفرنس بدم، یه اینتی که واقعا وجود داره باید بدم، چون لیترال ها به کانس رفرنس کست میشن ولی به رفرنس عادی کست نمیشن. cannot convert argument 1 from const int to int reference، یعنی اینت دیگه، ولی اینت رفرنس نمیتونه باشه. حتی اگه این کاره رو اینجا هم بکنم فکر کنم اینجا هم حتی اینجوری کار نکنه، دقیقا بازم کار نمیکنه. ببین یعنی حتی اون راه حلی که برای این کار داره میکنه، برای متغیر عادی تعریف کردن داره کار میکنه، برای کرییت ما کار نمیکنه. یعنی مشکل از فانکشن کرییت، کرییت اون زیر درست پارامترش فوروارد نمیکنه. یعنی من یه فکتوری مانند نوشتم، کرییت فکتوری دیگه تی میسازه، فکتوری مانند نمیشم که درست کار نمیکنه بعضی وقتا. مطمئن نبودم اون اتفاق بیفته، خوشحالم. خب این رفرنس آر ولیو رفرنسش میکنیم، اینم آر ولیو رفرنس میکنیم، و اینجا به جای اینکه یو معمولی پاس بدم از یه فانکشنی تو کتابخونه استاندارد سی پلاس پلاس استفاده میکنم به اسم فوروارد. چی دارم می‌نویسم؟ forward استود forward میکنم یور تایپش هم باید اکسپلیسیت بشه به استود forward بدیم، و اینجا هم باید طبیعتاً هدر یوتیلیتی رو اضافه کنم، یوتیلیتی رو اضافه کنم که استود forward رو هم داشته باشم. در تئوری اگر الان کامپایل کنم باید کار کنم. کامپایل شد، مکانیزممون درست بود خب، ولی تایپ هامون رو بد داشتیم منیج میکردیم، که الان تایپ هامون هم درست داریم فوروارد میکنم. اون وارنینگه به خاطر اینه که داره فیل میشه چیز این تو یه چیزی، مثلا این پلیسمنت نیوم داره یه چیزی فیل میشه، اون وارنینگه رو حالا درست اینوستیگیت کنم اینم وارنینگ چیه، ولی وقتی که اون تو فیل میشه یه اتفاق بدی اون تو میفته، یا سابستیتوشن نمیتونه سابستیتوت نمیتونه بکنه تو کد تمپلیتی، یه کد بدی نصف نیمه جنریت میکنه که ماکرو وارنینگ میده. باگ نیست، نمیدونم چیه، باید اینوستیگیت کنم، ولی وقتی کد من درست باشه اون وارنینگ هم نیست، پس فعلا کاری بهش ندارم، خیلی سعی نمیکنم دستمال ببندم به سری که درد میکنه. حالا شاید یه جایی کارامو بگیره اصلا. حالا پس من نمیخوام که 1 میلیون بار از اینا بنویسم، بذار من جای این دو تا پارامتر رو عوض کنم. مهمه این موضوع، و اینجا هم طبیعتاً جاشون رو باید عوض کنم. و تو فراخوانیش هم باید جاشون رو عوض کنم. من میخوام در حالت ایدئال یه نسخه از این کرییت بنویسم که همه اینا رو پوشش بده، و راهش هم استفاده از وریدیک تمپلیت است که فیچر سی پلاس پلاس 11 ایه که یه استفاده خیلی مهمش دقیقاً توی این فانکشن هایی که یه چیزی رو میگیرن فوروارد میکنه یه جای دیگه، ولی نمیدونن چند تا میخوان پارامتر میخوان بگیرن، مثلا تو کانستراکتور. من یه نسخه از این کرییت مینویسم، تایپ نیم سه نقطه arg types، از تایپ نیم سه نقطه استفاده میکنم، و اینجا هم به جای اینکه arg types
تایپس رف رف سه نقطه آرگز این کریئیت رو من برمیدارم اصلا کلن سیزر تو الوکیتور الوکیتور هم کو الوکیتور این لاین خب اینو الان توضیح میدم که اینجا چه اتفاقی داره میفته و اینجا هم به جای استود فوروارد یو میمیستم استود فوروارد کن تایپ آرک تایپس آرگز و سنخته رو این ته میذارم این خیلی مهمه بذار ولی ببینیم کار میکنم اشتباه مسخره نکردم توش نه اشتباه مسخره نکردم خب کاری که من دارم میکنم میگم که یه تعداد تایپ اینو نگاه کنید کرییت رو نگاه کنید میگم یه تعداد پارامتر به این داده خواهد شد و این فرق داره با سه نقطه عادی که تو سی میذاشتیم سه نقطه عادی که الیپسیس اپراتور الیپسیسی که تو سی استفاده میکنیم این شکلیه دیگه من یه تعداد پارامتر بعدش خواهد بود و نمیدونم تعداد چند تاست مثلا پرینت اف و اینا که اون تایپ سیف نیست چون تایپ اونا رو نمیدونم اولا تعدادشون نمیدونم تایپشون اینا هیچ چیز در موردشون نمیدونم خب فقط تعدادشون تایپشون هم ببین الان یه تایپ پک دارم این تایپ این آرک تایپس آرک تایپس یه سری تایپه یه تایپ پکه خب یه تعداد تایپ این توه اینا رو هیچ جوری من نمیتونم یکی یکی جدا کنم تعدادش رو میتونم بفهمم ولی نمیدونه کدوم کامپایلر آره دیگه کامپایل تایم میبینه چند تا پاس دادی واقعا و تایپاشون دقیقاً چیه حالا مثالاش رو وقتی بنویسیم تو مین میگم در موردش صحبت میکنیم و من میگم از این آرک تایپس ها رفرنس رفرنس یعنی آر ولیو رفرنس به اون آرک تایپس عیناً یه تعدادی بگیر به همون تعداد و اسمشون بذار آرکس آرکس هم الان هیچ چی نیست آرکس هیچ چیز آرکس نه لیست نه وکتور نه توپل هیچ چی نیست یه چیز عجیبیه یه چیز خاصیه یه پارامتر پکه یه آرگومنت پکه یه چیزیه تعداد از یه چیزیه که معمولی نروش میتونیم ایتریت کنیم هیچ کار اینجوری نمیتونیم روش بکنیم کلش رو میتونیم باش کار کنیم آره مثل این کاری که الان اینجا کردم و اپراتور سه نقطه رو وقتی استفاده میکنیم این اکسپرشن قبلیشو هر جایی که توش یکی از این پک ها دارن چه تایپ پک باشه چه پارامتر پک باشه چه تایپ پک باشه چه آرگومنت پک باشه اونو اکسپند میکنه بینشون ویرگول میذاره انگار من اینجا نوشتم فقط این کارو مثل ماکرو انجام نمیده این کارو درست مثل آدم انجام میده واقعا کامپایلر داره این کارو انجام میده این الان میبینه که مثلا دو تا اینتجر من بهش پاس دادم هر دوشون اینتجر هر دوشون اینتن و اینجا میاد میذاره اینت x و اینت y مثلا دو تا پارامتر اینتجر عیناً پاس میده به کانستراکتور تی و این میتونه خالی هم باشه این هم نکته مهمیه که میتونه هیچی توش نباشه این آرک تایپس من میتونه خالی باشه و این آرگومنتس من طبیعتاً خالیه و اینجا هم کانستراکتور من داره بدون پارامتر فراخوانی میشه خب پس این الان هم اولا بذار اجراش کنیم ببینید که با اون رفرنس هم کار میکنه 42 الان هر دوشون شد 42 چون هرشون از فو استفاده کردم اینت رفرنس فو فلوت بار دابل بار دابل بار و اینجا میسن فور درصد دیو درصد اف فو بار وقتی میخوام بهش پاس بدم هنوز این تون رفرنسیه خب فو یک و فو دو اگر مساوی است با 105 مثلا اینجا چرا ارور نمیگیره باید ارور بگیره از هر دوش باید ارور بگیره فو فعلا اندکلرده این فو یک این هم فو دو خاطر هم اونجا ایران نمیگیره خب الان اینجا مشکلمون اینه که یه دونه پارامتر کم داریم پس اون پارامترش هم بهش پاس میدیم 3 و 14 مثلا و اینجا فعلا اروری نمیبینیم ولی خب ارور اون زیر وجود داره دیگه پارامتر کم بهش پاس دادیم چی دارم میگه empty control statement found is this the intent
آها این به خاطر اینه که این ماکروه وقتی اینجا غلط باشه هیچ کدی این تو نیست، بعد من یه ایفی نوشتم که توش خالیه. فکر کنم اگه من اینجا آکولات بذارم، فکر کنم ها اینجوریه، آره اون وارنینگ میره چون ایف من آکولات باز بسته داره دیگه. مشکلش اینه که تنها چیزی که من تو ایفم گذاشتم یه ماکروه که این ماکروه درست اکسپند نمیتونه بشه به خاطر اینکه باگ داره و آره فکر کنم سمیکالنش میمونه. بذار اگه اینو کلن کامنت کنم سمیکالن بذارم باز اون وارنینگ رو میده. آره دقیقا یه سمیکالنش میمونه و به خاطر همین سمیکالن جزء ماکرو نیست دیگه، ماکرو رو نمیتونه اکسپند کنه. فکر کنم یه چی... ها نه کار نمیکنه وقتی درست اکسپند میشه بعدش سمیکالن میخواد، ولی الان ما توش ارور داریم برای همین نمیتونه اکسپندش کنه. فکر کنم یه اینتراکشن بین ماکرو و تمپلیت تو تمپلیت و حتما لازم نیست کدش کار. حالا مطمئنم یه ربطی به اسفینه ای پیدا میکنه، مطمئنم همه چیز تو C++ به اسفینه ای ربط پیدا میکنه. Substitution failure is not an error، اینو نگاه کنید به درستون میخوره. به هر حال بدیش اینه که ارور رو اینجا به ما میده، ارورمون رو درست به ما میده ها، میگه که این test type cannot convert argument 1 from int to test type reference. آها test type ما الان یه چیز داره، یه کانستراکتوری داره که یه کپی کانستراکتور داره، ما براش ننوشتیم ولی test typeمون کپی کانستراکتور داره. خب کامپایلر سی پلاس پلاس میاد میبینه که من یه کانستراکتور test type فراخوانی کردم با یه پارامتر، بعد میبینه خب من یه کانستراکتور test type یه کانستراکتوری داره که اینجا دیده نمیشه ها، ولی کپی کانستراکتورشه که یه پارامتر میگیره، بعد میگه پس این حتما همون یه پارامتره دیگه، ولی پارامتری که من بهش پاس دادم اینت، اون احتیاج به test type reference داره، برای همین ارورش یه ذره عجیبه، داره میگه که cannot convert int to test type reference. اگه من اینجا کپی کانستراکتور اینو دیسیبل کنم بگم test type، این کارو لزوما طبیعتا لازم نیست انجام بدیم ولی خب به هر حال test type test type constref این کپی کانستراکتور مساوی است با دلیت. اگه من دلیتش کنم این کانستراکتور رو، بعد قاعدتا ارورش باید عوض شه. نه اصلا ارورش عوض نشد. الان مهم نیست، خلاصش اینه که کانستراکتوری با یه پارامتر اونجوری که ما میخوایم نداره دیگه، برای همین من باید یه پارامتر دیگه هم بهش پاس بدم فو یک و منهای نیم، یه پارامتر دابل بهش پاس میدم و اینجا و این به خوبی مثل پلنگ کار میکن. 42 و منهای نیم 105 و 314 توی که میبینید. فقط نمیدونم چرا این اف رو داره با حد اکثر رزولوشن نشون، حد اکثر چیز نشون میده. آره دقیقا داره 6 قمش رو نشون میده، نمیدونم. و همین کار رو من میتونم برای هر تعداد پارامتری انجام بدم، یعنی الان اینجوری که من نوشتم این create رو با هر تعداد آرگومانی کار میکنه. ببینید یه دونه نسخه هم ازش بیشتر ندارم، یعنی کامپوننت هایی که این راه حل من الان داره، یکی استفاده از variadic تمپلیت، یعنی یه سری این فانکشن کرییت یه variadic فانکشن تمپلیت تا پارامتر متغیر میگیره، این سر جاشه ها، اینو کاری نداریم. این تعداد میتونه صفر باشه، میتونه یه میلیارد باشه، هرچی تعدادش خیلی زیاد باشه ممکنه کامپایلر به یه سری ارورای داخلی بخوره، ولی تو این مثال خاص نباید بخوره. اکثر وقتی معمولا کارهای غیر از فوروارد کردن با این پارامترهای variadic تمپلیت آرگومنت ها میخوایم انجام بدیم، معمولا تقریبا ریکرسیو اینو هندل میکنیم، یعنی من یه تمپلیت اسپشیالایزیشن مینویسم که یه دونه از سر اینا میکنه باشه کاری میکنه، باز یه دونه دیگه میکنه، باز یه دونه دیگه میکنه، هی ریزالو میشه به خودش. اونجوری اگه من واقعا با 150 تا پارامتر رو فراخوانی کنم، این 150 تا 149 تا یا 150 تا اینستانسییشن مختلف از تمپلیت درست میکنه، کدمون خیلی گنده میشه، ولی تو این مثال خاص این اتفاق احتمالاً نمیفته چون این لاین شده هم هست، مشکلی نداریم باشه. و این فوروارد هم اینجا خیلی مهمه، من باید پارامترها رو همون جوری که میگیرم صحیح و سالم فوروارد کنم به کانستراکتور تی. هر کاری غیر از این استود فوروارد انجام بدم، حالا استود فوروارد خودم میتونم بنویسم ولی به هر حال هر کاری به جز این است...
البته راحت نیست خیلی استوت فوروارد چیز عجیبیه. اگه هر کاری غیر از این استوت فوروارد انجام بدم با یه آرگومانی بالاخره به مشکل میخوره. با یه پارامتر. استوت فوروارد هم اگه بریم کدش رو نگاه کنیم هیچ کاری نمیکنه، فقط داره تایپ ها رو ماساژ میده و به هم تبدیل میکنه. یعنی این تو یک ران تایم هیچ چی نیست. استوت فوروارد هیچ چی نیست تو ران تایم. فقط تایپ رو از این ور میگیره تبدیل به تایپ دیگه میکنه. در واقع این کاری که استوت فوروارد داره میکنه اینه که آر ولیو بودن این پارامترها رو حفظ میکنه. حالا نمیخوام اصلا وارد بحث آر ولیو و این چیزا بشم، آر ولیو رفرنس و، ولی خب همین جوری تایزنتون داشته باشید اینه که چیزی که اسم نداشت، چیزی که اسم داشته باشه دیگه آر ولیو نیست. یعنی این خود آرگز درسته که تایپش آر ولیو رفرنسه، ولی وقتی وارد این فانکشن میشم دیگه آر ولیو رفرنس دیگه آر ولیو نیست. درسته که تایپش آر ولیو رفرنسه ولی خودش دیگه آر ولیو نیست. من برای اینکه این آر ولیو بودنش حفظ بشه مجبورم از استوت فوروارد استفاده کنم. اگه این جمله که گفتم برای شما هیچ معنی نداره نگرانش نباشید. پس حالا قدم بعد اینه که اکسپشن ها رو هم هندل کنم. من میخوام که اگر توی این کانستراکتور تی یه اکسپشنی اتفاق افتاد چیکار کنم؟ چیکار باید بکنم اگه توی این کانستراکتور تی اکسپشن اتفاق بیفته؟ یعنی مموری نداشته باشی که؟ نه نه نه، تو کانستراکتور. مثلا کانستراکتور من کد کانستراکتور دقت کن که من ننوشتم دیگه، من که نمیدونم تایپ تی چیه. ممکنه تی تو کانستراکتور چک کنه اگر امروز چهارشنبه است اکسپشن ترو کنه. درسته؟ بعد بگیری دست به دست برگردی. این کار که باید بکنم اگه سب کن، اگه من این کارو نکنم چی میشه؟ همین اتفاق میفته اکسپشن دیگه. من هندلش نمیکنم، بعدی هم هندلش نمیکنه، یکی بالاخره هندلش میکنه دیگه. اگه هیچ کی هندلش نکنه کراش میکنه، اگه یکی هندلش کنه خب اونجا هندلش میکنه. دارم از یه دیدی دیگه صحبت میکنم. ببین اگر من اگر اون تو اکسپشن اتفاق بیفته من پوینتری بر نمیگردونم، چون همینجا میره بالا و میره اکسپشن هندل کار اکسپشن هندلر کال میشه. من پوینتری بر نمیگردونم ولی مموری رو الوکیت کردم. درسته؟ پس من باید اگر اکسپشن اتفاق افتاد چیکار کنم؟ باید مموری رو دیالوکیت کنم. چجوری این کارو بکنم؟ تری میکنم اینو و اگر اکسپشنی توش اتفاق افتاد کچ میکنم هر چیزی رو. اگه اکسپشن اتفاق افتاد چیکار میکنم؟ امرو دیالوکیت میکنم. پس پی و دستراکت لازم نیست بکنم چون کانستراکتورش کامل نشده دیگه. درسته؟ پس دستراکتورش لازم نیست فراخوانی کنم فکر کنم. طبق قوانین سی پلاس پلاس فکر کنم اینجوریه، وقتی کانستراکتورش کامل اجرا نشه نباید دستراکتورم اجرا بشه. خب کاری که من میکنم اینه که اولا من سه نقطه گذاشتم، یعنی هر اکسپشنی بود کچش کن دیگه، برام مهم نیست چه اکسپشنیه، مهم اینه که اکسپشن باشه. پس میگم نه اصلا، به خاطر اینکه دستراکتور اون کارو انجام میده، اصلا احتیاج به فاینالی وجود نداره تو سی پلاس پلاس. فری میکنم پی رو و سایز آف تی و چی دیباگ پارامز هم باید عوض کنم، ولی خب حالا و دیباگ پارامز متاسفانه همونو پاس میدم، همونو مجبورم پاس بدم. چیکار کنم؟ خب فریش میکنم همین. فرض کن اون خطی که فری که نوشتم درسته. من میگم کنم خود تعریفش نکته خاصی نداشته باشه. این کار مهمی نیست، آیدین داره فکر میکنه، منم دارم کدما جارو میکنم. اون کسی که الان این الوکیتور صدا کرده نشانه این لازم نداره که بفهمه این تو چه اتفاقی افتاده. یک نشانه خیلی خوب میتونیم بهش پاس بهش بدیم، همون اکسپشن رو دوباره ترو کنیم. الان من اکسپشن رو دارم خفه میکنم دیگه، اتفاق خوبی نیست. آها با کچ آن داری کچش میکنی دارم کچش میکنم دیگه، دارم خفه میکنم اکسپشن رو. کاری که من میتونم بکنم اینه که تروش کنم دوباره. اینجوری وقتی مینویسی یعنی همون اکسپشنی که گرفتی رو دوباره ترو کن، چون این کار مفیدیه دیگه. من اکسپشن رو وسط راه یه کاری میخوام بکنم ولی نمیخوام اکسپشن رو دست بزنم، همون اکسپشن رو دوباره ترو میکنه میره. اینجوری من اکسپشن سیف میشه، یعنی با اکسپشن درست برخورد میکنم. اکسپشن سیف که حالا هیچ کس هیچ کد هیچ کس اکسپشن سیف نیست، ولی با اکسپشن حداقل یه ذره بهتر برخورد میکنم. این کار اگه من تو کدم هیچ جا اکسپشن استفاده نکنم این کار یه کمی
اکسپشن نمیخوام استفاده کنم. معمولا گیم دیولپر این کارو میکنن تو سی پلاس پلاس، کلا اکسپشن رو بی خیال میشن و کلا از اکسپشن استفاده نمیکنن. یه موقعی بود که اکسپشن اوورهد داشت، زودتر از اینکه تو بپرسی چرا من شروع کردم دلیلش تو زیاده. یه موقعی بود که اکسپشن هندلینگ حتی فقط همین رو، یعنی حتی چرا این کارو میکنه، اگر ببین یه موقعی بود که همین نوشتن ترای کچ باعث میشد کد کند بشه، فقط نوشتنش، یعنی حتی اگه اکسپشنیت شو نمیشد هیچ اتفاقی نمیافتاد، کد کند بود. آره دقیقاً چک مکو اینا. الان مخصوصا تو ای بی آی 64 بیتی، مثلا میگم 64 بیتی، ای بی آی 64 بیتی توی وقتی 64 بیتی بیلد میکنید، جی سی سی میدونم قطعا این کارو میکنه، ویژوال استودیو هم فکر کنم همین کارو میکنه. شاید یه مدلی، یه مدل باحالی، حالا باز اینجا جاش نیست من توضیحش بدم، اگه من اینجا سه تا تخت وایت بوردم داشتم و شک میتونستم بکشم بازم توضیح سخت بود، ولی به هر حال با اون ترجیح میدم نقاشیای ام اس پینتی رو نکشم مثلا. به هر حال یه جور تیبلی داره که اوورهد چیز نداره، اوورهد پرفورمنسی نداره اصلا، اکسپشن ترو نشده، اکسپشن ترو بشه میره تو باقالی، اوکیه اون، چون اکسپشن داره ترو میشه، کار اتفاق عجیب داره میفته. حتی هندل کردن اکسپشن و آن وایند کردن استک هم خب خیلی بهتره تو این مدل جدید. خلاصه تو کالینگ کانونشنش، یعنی تو ای بی آی 64 بیتی کالینگ کانونشنش 64 بیتی، تا اونجایی که من میدونم اکسپشن هندلینگشون اوورهدش یا خیلی کمه یا عملا صفره. یه ذره اوورهد مموری داره، یعنی یه ذره استک من، استک فریم من بزرگتر میشه، ولی غیر اون نه، اوورهد پرفورمنسی نداره اصلا. کدم بزرگ میشه، خب بالاخره این اوورهد پرفورمنسی داره وقتی کدت بزرگ میشه، ولی غیر اون نه. اینستراکشن ران تایم اجرا نمیشه. این ترای کچ وقتی کد کامپایل میشه لینک میشه هستش هنوز تو؟ معلومه که هست. آرار 100 درصد هست. همین شکلی میمونه تقریبا؟ نه این شکلی نیست، این تبدیل میشه به یه چیز دیگه ای. نه میشه ماکرو مثلا میذاره؟ نه اونجا که ماکرو نیست. نه 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 نه, 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 نه. اونجوری نیست، دقیقا تبدیل میشه به همین جوری کچ کردن اکسپشن. ولش کن الان جاش نیست واقعا، میگم نمیتونم اینجوری توضیح بدم. یکی هر کی علاقه‌منده بره خودش بخونه در مورد اکسپشن هندلینگ و مکانیزم‌های پیاده سازی اکسپشن هندلینگ بره بخونه. حالا اگه کسی پرسی تو ایمیلی چیزی از من، من چیز میکنم، میتونیم حالا همینجا بگیم هر کسی دیدم یه ایمیل بزنه ببینیم چند. اینم خوبه، ولی خب فکر نمی کنم هیچ کس ببینه یا بخواد ایمیل بزنه. خلاصه همین کار و همین کرییت و دستروی و یه ذره سخته، چجوری باید این کار انجام بدم؟ نه دستروی لازم نداره، دستروی که پارامتر، دستراکتور که پارامتر نداره، درسته استراکتور پارامتر نداره. اگه این دیباگ پارامتر نبود خیلی قشنگ میشد اینترفیس هم، ولی خب متاسفانه هست. حالا مسئله این که این دیباگ پارامزم اول گذاشتم مشخصه دیگه، من اون وریادیک آرگومنت هامو نمیتونم اول بذارم، باید آخرین پارامترم باشه حتما، چون هرچی از اونجا بعد هرچی بودو میکنه اون تو دیگه، نمیتونم آخر بذارم، یعنی قبلش بعدش پارامتر دیگه بذارم. اپراتوری داریم سایز آف سنخته، سایز آف سنخته مثلا آرگز میتونم بنویسم و به هم تعداد اونایی که اون تو هم میده، ولی به هیچ دردی نمیخوره چون خودت خیلی راحت میتونی اینو بنویسی. حالا مهم نیست، حالا به درد میخوره، به یه دردایی شاید بخوره ولی معمولا به درد نمیخوره. من تا حالا استفاده نکردم ازش تو کد تمپلیتی که نوشتم، تا حالا سایز آف سنخته استفاده نکردم، ولی میشه تصور کرد کجا به درد میخوره. حالا من توی این الوکیتورهای دیگه هم طبیعتاً اینا رو اصلا نمی‌نویسم، اینا پارامتر فانکشنال تمپلیتی ان که رو اینترفیس الوکیتورن و با الوک و فری درستم کار میکنن دیگه، چون اونا ویرچواله و درست فراخوانی میشه و من باشون کاری ندارم. گفتم ورژن‌های آرایه‌ای اینا رو میتونیم بنویسیم. یه ذره دستروش سخت نوشتنش، یه ذره که نه خیلی سخته. آرایه‌ای ببین ورژن این شکلی، من میگم که آره سی دیگه میخوام الوکیت کنم، میگم این لا. نه اتفاقا دستروش هم شاید سخت نباشه. ببین همونجوری که نیو یه ورژن آرایه‌ای داره یه ورژن معمولی داره، منم میتونم این کارو بکنم دیگه، درسته؟ منم میتونم اینجا تی و سایز تی ان و اینجا کرییت کن همین. خب یه لحظه من ویدیو رو پاز بکنم. خب ببخشید، باشم میگفتم ورژن آرایه‌ای اینم میتونم درست کنم دیگه، create
آره ای بذار اسمش رو باید عوض کنم، اسمش نباید کرییت خالی باشه چون ممکنه با اون کشته باشه. کرییت و خب واقعا سایزش لازم نیست پارامتر تمپلیتی باشه. ها آره با طول متغیر هم میتونه بگیره دیگه. دقیقا کرییت آره اینجا تو دنیای نه کرییت آره سایز تی ان بذار باید ببینم دستروی شو چجور باید بنویسیم، امتحان میکنیم دیگه، فوقش این که نمیشه. میگم الان دست من بنده. خب کدی که باید بنویسیم شبیه اینه ولی دقیقا این نیست. تصمیم خیلی جدی باید بگیریم. اولا من سایز چیزی که دارم الوکیت میکنم طبعا انقدر نیست دیگه، هست ان زب داره این. و طبیعتا کانسترکتورم یه بارم نباید فراخوانی کنم دیگه، درسته؟ بذار من این کار رو بکنم، بگم سایز تی سایز مساوی است با n ضرب در سایز آف تی اینجا سایز حالا فور سایز تی آی مساوی صف آی کوچکتر است از n پلاس پلاس آی فور نه بیرون ترای باشه؟ نه من چجوری میتونم یه دونش رو چیز کنم؟ تو اتازه کارم خیلی سخت تر از این حرف هست. خیلی کارم سخت بود آخوایید. میدونم باید چی کار کنم؟ باید این تو باشه که آخه آره حالا در مورد این که فوره دقیقا کجا باید باشه صحبت میکنیم. ببین اگر اولا حافظه اینا رو من همه رو با هم الوکیت کردم، پس من نمیتونم یه دونش رو فری کنم، یکیش فیل بشه همه رو باید فری کنم. خب نکته اینه که یکیش اگه فیل بشه من باید همه قبلی ها رو هم دستراکت کنم. همه قبلی ها رو باید دستراکت بکنم چون قبلی ها کانستراکت شده بودن دیگه. قبلی ها رو باید دستراکت کنم و کل حافظه رو آزاد کنم. خود این کار سختی نیست و فوره نه باید همون شکلی باشه، این داخل ترای باید باشه. الان میبینی خب الان مینویسم الان میبینی. بذار من اینجا آکولاتشو بذارم، خیلی دوست ندارم وقتی که اینجوریه. اینجا هم پس باید بذاریم، فقط اینجا من یه کار بهتری میکنم، میگم که سایز تی آی مساوی است با صفر و توی این روش کانستراکشنش هم ممکنه این نباشه ها، یعنی دقت کن که اینجوری نباید، شاید نباید کانستراکت کنیم اینجوری. در موردش صحبت میکنم. روی پی نه پیه به اضافه آی، خونه آیا میشه دیگه، درسته؟ من پی پوینتر دارم و هر بار که یک دو سه چار بهش اضافه کنم به اندازه تی تا میره جلو، یعنی اگه تی مثلا سایزش 12 باشه پیه به اضافه صفر میشه همون پوینتر پی، به اضافه یک میشه پی 12 باید جلوترش، بعد 14 بعد 24 باید، بعد 36 باید الی آخر. اونجوری میره جلو همونقدر که هم میخوام. پلیسمنت نیو هم پوینتر اونجایی رو که باید کانستراکتش میکردیم میدادیم دیگه، که این دقیقاً همون کاری که من میخوام میکنه. امیدوارم همون کاری که من میخوام میکنه. تستش میکنیم. به هر حال اگر این تو اکسپشن اتفاق بی اگر اتفاق نیفته که چی؟ اگر اکسپشن اتفاق بیفته کاری که من باید بکنم اینجا سایز آف تی نیست، اینجا سایز چه کردم سایز باید همه رو
سایز تی آن سایند. خیلی بد شد. به صفر. ببین من باید اینجوری بنویسم دیگه. آی تا یه جایی رفته دیگه. درسته؟ خود آیومی رو که لازم نیست چیز کنم. چون دیگه نگرفته دیگه. دستراک کنم. آره. چون کانستراک نشده. خود آیومی. آره دقیقا. نه خود آیومی. این داداششه. انگوشتش هم کامله. باید اینجوری در واقع بنویسم. فور. آی بزرگتر مساوی صفر. ماینس ماینس آی. این کد خیلی خطرناکه. خیلی غلطه. ولی خب. دستراکتورش باید فراخوانی کنم. باید بگم پی به اضافه آی. همه این کد غلطه ها. دقت کنید که همه این کد غلطه. فلش تی دو نقطه تیل تی. چندین تا غلط مهم تو این کد داره. خب یکی این که خود آیا من الان دارم فری میکنم که نمیخوامش. خب پس از آی نباید شروع کنم مثلا، بعد از ماینس ماینس آی شروع کنم یه همچین چیزی مثلا. خب مهم نیست. چرا؟ واقعا چه کدی میخونی؟ نه خب خوب نیست که فور پیچیده باشه. یکیش اینه. یکی دیگه هم اینه که آی یه تایپ آنسایده و همیشه بزرگتر مساوی صفر این تایپ. همیشه. هیچ وقت این کوچکتر از صفر نمیشه. و وقتی من شرط حلقمو اینجوری بنویسم این شرط هیچ وقت فالس نمیشه. همیشه این شرط تروه. میاد تا صفر، یه دونه دیگه کم کنی رپراند میشه میره دو به توان 64 منهای 1، چون 64 بیتی هم هست دیگه، سایستیمون 64 بیتی. دو به توان 64 منهای 1 دوباره شروع می‌کنم از پای. قشنگ شروع میکنه همه حافظه‌تو دستراکت کردن، یعنی قشنگ روش دستراکتور فراخوانی میکنه. بدیه این اتفاق اینه که این کد من دارم تو کچ مینویسم و اکثر اوقات این کد من فراخوانی نمیشه دیگه، درسته؟ وای یه بار اون باری که این کد فراخوانی میشه یه اکسپشنی توی حالا ما میمیریم یکی بدیم. آره یه اکسپشنی توی یه چیز اتفاق میفته، توی مثلا یه کانستراکتور اتفاق میفته، بعد یه کرش عجیبی میکنه، این کرش عجیبی میکنه، نال پوینتر فلان میده، چون تمام حافظه رو سعی کرده آزاد کنه، رسیده به اول ادرس اسپیس، خورده تو اون 64 کیلوبایت اول و اونجا پیجاش الوکیت شده نیست، چیز میشه بهش سگمنتیشن فالت میده سیستمه. خیلی خلاصه این کار خطرناکه. چه کار میکنیم ما؟ من تریویه سوال تو سگ اوورفلو جاب جالب میشه رن با رن وقتی من جمع میکنم چرا این موقع منفی میشه؟ تو سی پلاس پلاس توی ویژوال سی نبوده احتمالا. ویژوال سی رندش خیلی کوچیکه، تا 32767 بیشتر نیست. برای اینت معمولی خیلی بعیده که با رند. ممکن البته به هر حال ممکن نزدیک اون بالاها باشه. آره الان من یک مشکل حل کنم. هر دو تا مشکل من با یه حرکت میخوام حل کنم، یعنی اینم بردارم در دو تا حرکت. البته ببین پس این مقایسه با چیز اصلا معنی نداره. مقایسه بزرگتر مساوی صفر معنی نداره، باید بنویسیم بزرگتر است. خب حالا خیلی عجیب نیست، هزار تا کار میتونیم بکنیم، ولی اینجا من میتونم بنویسم این و الان درست همه چیه. اولا آیومی رو من دیگه فری نمی کنم، خود آیومی رو با تونی آیومی راحت میکنم. خب خواستم یه جوری به آزی آزبورن ربط شدم ولی هر کاری کردم نشد تو ذهنم. اونقدر ذهنم فعال نیستش که الان میبس کنم به آزی آزبورن. الان من آیم هیچ وقت صفر نمیشه، یعنی در واقع آیم انهای یکی از اونا رو فقط آزاد میکنم که درستم از قبلا آیتا رو آزاد میکردم غلط بود دیگه، یعنی آیم اضافه یکی رو آزاد میکردم، آیتا رو آزاد میکنم از صفر تا آیم انهای یکی شده در واقع و بقیش هم درست کنم. اما این آیه در آخرین باری که اجرا میشه آیه یکه، درسته؟ آخرین باری که میگیم توی حلقه آیه یکه، آیه بعد میاد صفر میشه و خارج میشه دیگه، وارد حلقه نمیشه. خود پی رو بایدیش. آخرین باری که میام توی حلقه آیه یکه، یک منهای صفر، خود پی استراک میشه و تمام.
یه نکته که محمد بگم اینه که من تا حالا فکر کنم سه بار دیگه و سه تا پروژه دیگه دقیقاً این اینترفیس کانستراکشن و اری الوکیت کردن رو نوشتم، ولی هیچ وقت به اکسپشن سیف بودنش فکر نکرده بودم. اون پروژه دیگه من اکسپشن واقعا نمیخواستم و آره این اولین باری که دارم این کد اینجوری می‌نویسم، فکر کنم این درست باشه. یه نکته هست که من تو فکر کردم اکسپشن به درد نمیخوره، همیشه میشه کار دیگه کرد به جای اکسپشن. اکسپشن آره تو گیم اکسپشن کاربرد خودش رو واقعا داره ها، یعنی من الان نمیام کلا اکسپشن رو بذاریم کنار. خاصیت اکسپشن برای دیکاپل کردن ارور هندلینگ خیلی خوبه. تو ارور اینجا اتفاق میفته 35 لایه عقب‌تر باشه کاری می‌کنه. کراش چیز خوبیه البته. کراش اصلا چیز بدی نیست. اگه مجبور کراش کنی باید کراش کنه. اگه الکی اکسپشن رو بگیری خفش کنی که فایده نداره که. وقتی اتفاق میفته که نمیتونی هندل کنی باید کراش کنی اتفاقا. As soon as possible، as loud as possible. این توصیه رو بذارید من به شما بکنم. اگر یه اتفاقی تو کلتون میفته که نمیتونید هندلش کنید، در زودترین جایی که اون اتفاق رو دیتکت میکنید کراش کنید و با حداکثر سر و صدا این کارو بکنید. اگه میتونید کامپیوتر دیولپر هم آتیش بزنید که مجبور بشه اون باگو برطرف کنه. باگایی که سایلنتلی میشه ایگنورشون کرد حتما ایگنور میشن. پس بعضی باگا رو خودتون به فکر خودتون باشید و نذارید خودتون ایگنور کنید این باگا رو. چون اگه بشه چیزا رو خفه کرد حتما یکی میاد خفش میکنه. و هیچ وقت اون باگ فیکس نمیشه. به هر حال اکسپشن یه استفاده خوبی که اکسپشن داره، مثلا اخیراً توی سرور کد وقتی کد سرور داری می‌نویسی با 1000 تا یوزر همزمان سر و کار داری، وقتی تو یکیشون یه اتفاق پیش‌بینی نشده میفته با این ایده کراش نمیشه کار کرد دیگه. من نمیتونم 999 تا بازی دیگر رو بندازم دور استیتشون رو، باز اینکه یه نفر بازیش تویش اتفاقی افتاده به خاطر باگ کد منم بوده ها، یعنی توی مسئله شکی نیست. یه باگی تو کدم اتفاق افتاده، یه اتفاق پیش بینی نشده افتاده، یه چیزی که نباید صفر می بوده صفر شده، یه پولی پر شده و دیگه جا ندارم توش، به هر حال که کاری نمیتونم بکنم و تو اون شرایط نباید کراش کنم. به جای کراش تو اون شرایط یه اکسپشنی خاصی رو میکنم که اکسپشن رو یه جایی کچ میکنم که همون یه بازی رو ترمینیت کنم و ریسورسشو آزاد کنم و بریزمش دور. اون استیت اون بازیشون دیگه غیر قابل استفاده است، اون بازی رو کاریش نمیشه کرد، نمیشه نجاتش داد. ولی من میتونم 999 تا بازی دیگه رو نجات بدم یا خرابشون نکنم حداقل. اونجا اکسپشن اتفاقا خیلی به درد میخوره. یعنی یکی از راهای یکی از جاهایی که اکسپشن من فکر نمیکردم به درد بخوره و به درد میخوره، یعنی یه استفاده آن اکسپکتدی از اکسپشن بود. یه بحثی داریم در مورد اکسپشن و ارور و غیره. بپرس سوال تو. اینی که اینا می‌بینن از یک ثانیه قبل که وسط اومد تا الان چه جوری بحثش. آره در ما تایم چپ. نه خب تایمو می‌بینن. کلاکو می‌بینن. آره. الان ویدیو اونجا بود ولی الان ویدیو نیست. بس اکسپشن و اینا. خواهش می‌کنم. یه توضیح من بدم که در مورد اکسپشن گفتم، در مورد کراش گفتم، اصلاً منظورم این نبود که مثلا وقتی که انتظار دارین یه فایلی رو بتونید باز کنید فایل نباشه در جا کراش کنید. اصلاً این کارو نگفتم. اصلاً منظور من یا مثلا نتورکتون وقتی دیسکانکت میشه کراش کنید، یا چه میدونم یوزر وقتی دکمه اسپیس رو میزنه کراش کنید به جای اینکه مثلا دکمه تب بزنه. آره منظور من اصلا این نبود. منظور من این بود که جاهایی که واقعا نمیتونید هندل کنید، اتفاقای پیش بینی شده رو که باید بتونید هندل کنید. اینکه نتورک دیسکانکت بشه، خب ما تو ایرانیم، نتورکمون آلدی دیسکانکت، اگه کانکت بشه وضعیت غیر منتظری اتفاق افتاده کرشت. یا فایلی نباشه یا یوزر یه اینپوت اشتباه وارد کنه، این جور جاها جای کراش نیست. یا مثلا فرمت فایل خراب باشه یا نمیدونم فایل اوت اف دیت باشه، اینا جای کراش نیست. من کراش که گفتم اگه مجبورید کراش کنید، منظورم اینجاها نبود. ولی اگه واقعا مجبورید کراش کنید، با حد اکثر سر و صدا این کارو انجام بدید و حتما کراش کنید. عقب نندازید، خفش اکسپشن رو خفه نکنید که حالا کراش نکنه بریم جلوتر، چون بالاخره که بازی شما خرابه، بالاخره که برنامه‌تون استیتش نابود شده هست. خیلی خب ادامه این دلیتش هم یعنی دستروی ارای هم بنویسم. دستروی ارای دستروی ارای اسمش دوست ندارم، نمیدونم چرا. T
star p size tn. طبیعتاً باید اینو بگیریم. اینو یه جورایی میتونستیم اینفر هم بکنیم. آره؟ نه، ولی خب وقتی که اونور ما آرایه تایپ طول ثابت نداریم، اینجا هم باید بتونیم. یعنی تمپلتی پارامتر تمپلتی نباید باشه آرایه ما. آره. آرایه داینامیکه دیگه، طولش رو نمیخوایم. به نظر شما من کرییت دستروی پشت سر هم بذارم، کرییت آرایه دستروی هم پشت سر هم؟ آره، من خودم موافقم که این کار بکنم. خب کرییت آرایه چه اشتباهی کردم؟ باز دوباره همونجوری. خب هیچ گریزی از این نیست. دستروییمون رو هم فقط این تایپش دستروی، یعنی اسمش دستروی اریه. و مال الوکیتور هم هست. خب تو این چیکار رو بکنیم؟ کنم شبیه الوکیتورشه، شبیه اینه در واقع، درسته؟ اینه خوبش اینکه اون چکار نمیخواد دیگه، که مثلا داریم نداریم دیگه، ساخته شده دیگه، امیدواریم ساخته شده باشه، ولی آره اگر ساخته نشده دیگه مشکل ما نیست. کاری که من میکنم اینه که سایزش دوباره حساب میکنم و امیدوارم که درست باشه سایزش. تأکید میکنم که این تایپی که اینجا پوینتری که پاس میدیم باید تایپ کانکریت، یعنی باید تایپ کانکریت هم باشه. اگه تایپ کانکریت هم نباشه سایزش رو غلط حساب میکنم. تو دیباگ الوکیتورمون اینو هندل میکنیم و ارور میدیم، ولی خب توی الوکیتور معمولیمون نه. شاید تو الوکیتور معمولی هم بدیم. حالا میتونم کدش نگاه کنم. خب سایزش رو حساب کردم. حالا باید دستراکتور رو فراخوانی کنم. میگم فور چی؟ سایز تی آی مساوی ان آی بزرگتر از صفر. این قبلی کار میکنیم دیگه. ماینس ماینس آی پیه به اضافه آیه منهای یک. دستراکتورش رو فراخوانی کن از آخر به اول دیگه، طبیعتاً بر جهت خلاف اون جوری که کانستراکت میشن دستراکت باید بشن. و آخرش هم پی رو به اندازه سایز، حالا که فکرشو میکنم میبینم که اینو لازم نداشتیم. اینو آزاد کن. این مسئله ای که باید سایز رو حتما پاس بدیم یه ذره کانتروورشال شاید باشه. وقتی که هایرارکی های تایپ پولیمورفیک دارم، یک کلاس بیس دارم، چایلد ویرچوال دارم ازش ارث میبرم، بعد با این چایلد ها با پوینتر بیس کار میکنم، من همون پوینتر های بیس رو نمیتونم پاس بدم به این دستروی یا دستروی اری و بگم اینو دستروی کن. دستراکتورشون رو درست فراخوانی میکنه ها اگه دستراکتورشون ویرچوال باشه، چون دستراکتور دستراکتور سایز رو میخواد. آره سایزش رو ولی غلط حساب میکنم. چرا یاری میگی سایزش رو غلط؟ ببین اگه من یه همچین حالتی داشته باشم چجور بنویسم؟ یه بیسی دارم که یه چایلدی از اون بیس ارث میبره و سایز بیس و چایلد با هم فرق میکنه. چایلد یه سری دیتا اضافی برای خودش داره. اینجا آپکست میشه؟ نه خیلی این کارو توی هایرارکی های پولیمورفیک خیلی مرسومه که من دیتا های از جنس چایلد دارم، ولی اینا تو پوینت با پوینترهای از جنس بیس به اینا دارم اشاره میکنم. این طبیعیه دیگه. درست. بیس پوینتر دارم که داره به اون چایلد در واقع اشاره میکنه. سایز هم میخوام سایز پدر دیگه. سایز رو من فکر میکنم سایز بیس، محاسبه هم براساس سایز بیس انجام میدم. دستراکتورش آره این غلط. و الان راهی به ذهن من نمیرسه که درستش کنم. واقعا راهی نداره فکر کنم. شاید بتونم کامپایل، نه واقعا نمیشه.
نمیتونی سایزی که اونجا با تایپ تریتس با این سایز آف تی مقایسه کنی؟ مقداری که دستراکتوره؟ دستراکتور مقدار نداره، دستراکتور یه فانکشن پوینتره. آره یه دیس هم بهش پاس داده میشه، اون نمیدونه سایزش. یه کاری بکنیم که مشکلی که سایز آف تی با اون حلقه ای که فور میزنه انزبر سایز آف تی در واقع با این دقیقه مدو که نسل کردی تو این حلقه. آره اینم غلط کار میکنه اصلا، حواس هم نبود اینم غلط کار میکنه، چون اینم تی تا تی تا جلو عقب میره بس بنز سایز آف تی، سایز آف تی جلو عقب میره، اینم درست کار نمیکنه. باید واقعا سایز کانکریتش رو بفرستیم. فکر کنم بذار ببینم توی دستروی بذار یه تودو از خودم بذارم. تودو investigate using type traits to check whether t is the startup is the concrete type of startup. شاید با تایپ تریت بشه اینو چک. شاید چجوری میشه؟ تایپ تریت یه هدریه توی سی پلاس پلاس 11. قبلش هم تو میتونستی با یه سری وودو و ماجیک این کارو بکنی. مثلا خیلی بعضیش ساده است، مثلا اینکه بفهمی یه تایپی کانست یا نیست، یا رفرنس یا نیست، یا پوینتر یا نیست، توی کانتکست تمپلتی یا اون تی که بهت پاس داده شده بفهمی چه ویژگی‌هایی داره. مثلا یه چیزایی بفهمی، مثلا آیا ممبری به اسم فلان داره که اونم تایپ باشه، مثلا یه تایپ دفی توش داره به اسم مثلا شلغم. مثلا بعضی چیزا راحته، بعضی چیزا سخته. مثلا اینکه آیا کانستراکتورش یه کار خفنی میکنه یا نه، کانستراکتور معمولی که هیچ کاری نمیکنه، کانستراکتورش آیا نوشته شده واقعا یا نه، یا آیا دیفالت کانستراکتور داره یا نه، یعنی پلین اول دیتا تایپ مثلا یا نه، آیا کپیبل یا نه. اینا رو یکمی کنه خیلی سخت بود، خودت می‌خواستی بفهمی مطمئن نبود. تو کامپایلرهای مختلف کارهای مختلف می‌کردن ملت. از سی پلاس پلاس 11 و بعدش هم 14 یکم اینا اکسپاند شدن. تو 14 یه هدری داریم به اسم تایپ تریتس و توش یه عالمه از اینا هست که در مورد تایپ ها بهت مثلا میشونی تایپ ها رو تو کانتکست تمپلتی دیگه، وقتی نمیدونی اون تایپ چیه میتونی با استفاده از اونا تایپ تو بفهمی که چیزه، چه ویژگی‌هایی داره، تریتاش چیان، تایپ تریتس دیگه اسمش، تریتاش چیان. با تایپ تریس شاید بشه، الان حوصله ندارم برم دنبالش بگردم، شاید بشه فهمید که این پی که پوینتری که اومده، این تی آیا تایپ کانکریت این پی هست یا نه، اون تایپ آخریه که پی واقعا از اون تایپ هست یا نه. چون کامپایلر حتی ران تایم میتونه بفهمه، کامپایل تایم که نمیتونه بفهمه، ولی کامپایل تایم میتونه کدی چک کنه که ران تایم این نتیجه رو بهت برگردونه با استفاده از اون وی پی تی آرش، اون ویرچوال تیبلش، پوینتر تیبل، آره ویرچوالش میتونه بفهمه، همون جوری که تایپ آی دی رو چک میکنه. من خودم راهی بزنم نمیرسه که خودم بنویسمش، اگه کامپایلر داشته باشه داره، اگه در واقع جزء استاندارد باشه، اگرم نباشه که باید بذاریم با استفاده از دیباگ الوکیتور بگیریمش. بذار من الوکیتور چیزمو چک کنم، الوکیتور روت الوکیتوری که نوشتم رو چک کنم. فورورد الوکیتور هم دارم. توی روت الوکیتور توی فریش نه، اینجا چک نمی کنم، اینجا سایزش رو نگه نمی دارم برای بلاکاش، نمی دونم سایزش چقدر، ولی تو دیباگ الوکیتورم، دیباگینگ الوکیتورم گو اینجاست تو فری، تو فری میدونه که این سایزم باید حتما مساویه بلاک سایزم باشه. اینو تو دیباگ الوکیتور چک میکنه. کاری که میشه کرد اینه که یه بار کل کد از تو دیباگ الوکیتور رد کنی ببینی که چی میشه، ولی متاسفانه این ارور رو همیشه نمیشه جلوشو گرفت اگر راهی برای با سول از تایپ تریت راهی نداشته باشیم که چکش کنیم. خب
طبیعتاً توی اون یکی دستروییمون هم این مهمه دیگه، الاور کرییت اره دستروییر. حالا من الان حوصله تست کردنشو ندارم. ها یا تست کنیم. آها یه چیزی رو که من یادم رفت بگم در مورد این بود، در مورد پالیسی کانستراکت کردن یه عالمه عنصر توی آرایه بود. من میتونستم، یعنی شاید سریعتر میبود اگر بزن برگردیم یه مثالی که چند بار زدم توی بلک نات. فرض کن که پارامتر کانستراکتور این یه یو آر الیه که هر کدوم از این آبجکت ها که ساخته میشن میرم یو آر ال رو دانلود میکنم، یو آر ال بهش میدم، میره اون فایل رو از اینترنت دانلود میکنه که دیتابیس ویکی‌پدیا هم از اون فایل دیگه بزرگترین، یه فایل خیلی گنده است، یا یه ویدیو 4K از مثلا 48 ساعت مثلا یه بارش بارونه، مثلا یه بوران برفه، یه چیزی که خیلی هم نویز داره. آره دقیقاً. حالا اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که برای کانستراکت شدن هر کدوم از اینا، مثلا آره 1000 تایی هم دارن از آبجکت میسازن، برای کانستراکت شدن هر کدوم از اینا میره یه بار اون دیتابیس رو دانلود میکنه. درسته. وقتی میگم دیتابیس ویکی‌پدیا رو دانلود میکنه، منظورم که کار طولانی بزرگی میکنه دیگه. تو ذهنت. پرشونه کار بزرگی داره میکنه. حالا آیا واقعا ما لازم داریم برای 1000 تاشون این کارو بکنیم؟ ما که داریم همه این آبجکت ها رو با یه پارامتر کانستراکت میکنیم. در تئوری من میتونستم یکیشو با این پارامتر کانستراکت کنم، بغیر از روی این کپی کنم. کپی هم با کپی کانستراکتورش انجام بدم. که شاید به این امید که شاید کپی یک سریع‌تر باشه. شاید. ممکنه هیچ فرقی نکنه. احتمالاً کپی سریع‌تره دیگه. احتمالاً. مساوی نیست، بهتر بودنه، یعنی یا بهتره یا در بهترین حالت مساویه. آره. گاهی وقتا نمیدونم، ممکنه نمیدونم. یعنی تایپ یه چیز باشه که اوورهد زیاد داره کپی کردن. مثلا پارامتر این باشه که هیچی رو اینیشیالایز نکن. مثلا پارامتری که دارم به کانستراکتور پاس میدم معنیش اینه که هیچی رو اینیشیالایز نکن. تایپ همینجوری خام میاد. یعنی کانستراکتورش خیلی سریعه. هیچی رو اینیشیالایز نمیکنه. ولی کپیه که نمیدونه اون هیچی رو اینیشیالایز نکرده. برای اون 999 تای دیگه همه دیتا رو باز کپی میکنه. اگه به اون 999 تای دیگه پارامتر پاس میدادیم که معنیش این بود که هیچی رو اینیشیالایز نکن، تپ 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 سری کانستراکت میکرد، میگرفت هیچی هم لازم نبود اینیشیالایز کنه برای هیچ کدومشون. ولی وقتی اول رو اینجوری کانستراکت میکنیم بعد 999 رو کپی میکنیم، کپی کنتر از کانستراکت عادیه. خیلی مثال بدیه ولی خب به هر حال چیزی میشه کار کرد. اگه دیفالت کانستراکتور از اون جایی اینا مثلا چجوری بفهمیم، ها یارو دیفالت کانستراکتور رو صدا کرده، ها بعد رفتار پیش فرض مثلا تو اسکوپ ما اینه که مثلا اینجوری نیست که سبک‌تر باشه، یه کار سنگینیه، پس بیا الوکیت نکن، یعنی این ان چیز چیکار نکن، کپی نکن، کپی بکن اتفاقا، کپی بکن. آره یا برعکسش. نفهمیدم چی گفتی، دوباره میشه بگی؟ نه جواب نمیده به خاطر اینکه من نفهمیدم چی گفتی. حالا امیدوارم خودم فهمیدم. ببین می‌خواستم بگم که ما میدونیم که اگه یارو از دیفالت کانستراکتور استفاده میکنه همه اتفاقا پیش فرض داره میفته دیگه. خب دیفالت کانستراکتور یعنی کانستراکتور بدون پارامتر. خب بگو. خب بعد اونجا مثلا تو این گیم میارزه که تو کپی کرد راه حل جنرال که فکرم نداره داشت بزنه. راه حل جنرال داره. من میتونم دوتا از این کرییت اریا بنویسم، یکیش و یکیش دقیقاً اولی رو بسازه بغیر ارزش کپی کنه، دومی همه رو جدا جدا بسازه بعد طرف هر کدوم می‌خواد فراخوانی کنه، یعنی دوتا اسمشو فرق می‌کنه. مگه لیک نمی‌کنه این اتفاق حالا که ما اینور داریم اینجوری کانستراکت می‌کنیم؟ همین همه ابستراکشن‌ها لیکین. اتفاقا خوبه دیگه، حداقل مکانیزم من در اختیارش می‌ذارم به جای اینکه برای یارو تصمیم بگیرم، الان من برای یارو دارم تصمیم می‌گیرم الا بالله من این کارو می‌کنم. خب اونجوری حداقل چیز دیگه، حداقل در اختیار خودش می‌ذارم هر غلطی دلش می‌خواد بکنه. ولی یه مسئله‌ای که داره اینه که اگر واقعا کپی کردن سریع‌تره و مهمه، یه بار تست کنیم پرفورمنسشون رو مقایسه کنیم بعد دیگه سریع‌تر انتخاب کنیم. حتی سایفای هم نیست. آخه چرا من این کارو بکنم؟ یعنی چی؟ بیکاریم، وقت ما ارزش نداره. نه یعنی بیشتر از اون آبجکت‌هایی که اون از من خواسته بسازم، یعنی دیتابیس ویکی‌پدیا رو به جای 1000 بار مثلا 2000 بار دانلود کنم؟ سایفای نه. نه منظورم اینه که یه دونه کانستراکت کنی، یه دونه یکی دیگه کانستراکت کنی و یه دونه کپی کنی. ببین این کارا رو اصلا نباید کرد به خاطر اینکه رفتارت دیگه اون وقت اصلا پردیکتبل نیست. رفتاری که تو داری انجام میدی مثلا در تئوری بهینه تره دیگه. نه اصلا تو سیستم فرض کن مالتی تریددی، تو زمانو یه جوری اشتباه اندازه گرفتی، وسطش مثلا اینترابتی فراخوانی شده،
یه اتفاقی افتاده، زمان تصادفا زیاد شده، تو اشتباه اندازه گرفتی و حالا 999 بار اون کار کنده رو انجام میدی. اصلا نباید این کار رو بکنی، باهوش بازی چیه؟ این کار تو این لایه اصلا نباید اتفاق بیفته. تو لایه های بالاتر تو میتونی این کار رو بکنی، تو لایه هایی که خودت میتونی تصمیم بگیری، ولی این یه لایبرری بدبخت است، هیچ خبر نداره، اصلا نباید تصمیم رو این بگیره، مکانیزما رو باید در اختیار بذاره، پالیسی بذاره به عهده لایه بالاتر. بعد یه چیزی پولینگ رو به عهده ایناست یا به عهده لایه بالاتره؟ نه، من یه الوکیتور مینویسم، اسمش میذارم پول الوکیتور، که اون از تو پول رو الوکیت میکنه با همین اینترفیس. ولی بای دیفالت الوکیتور همینجوری تو حافظه رو میگیره و پس میبره، پول نمیکنه. نه پول نمیکنه. چرا؟ چون باید پولو بتونی ریسیت کنی استیت آبجکت رو. نه پول نه اون، نه اون پولیه که شما تو زیجارب استفاده میکنین که به درد نمیخورن، پول نیست واقعا. ما کانستراکتور دیستراکتوری داریم مثل آدم، ریسیت کردن استیت آبجکت چیم؟ اون دیستراکتش میکنم، یکی دیگه میخواست بگیرتش، دوباره کانستراکت میکنم اون جو آبجکت. خب مگه همه هدفی نیست که کانستراکتور صدا نکنی دیستراکتور صدا نکنی؟ اگه کانستراکتور دیستراکتور دارن یه کاری انجام میدن، خب باید صداشون کنی. خب کانستراکتور صدا زده میشه، میرسه به آبجکت به استیت فعلی دیگه. خب اول که ما دیستروی بشه همین جوریه. نه اون دیگه کارش کار مموری الوکیتور نیست. اگه اونجور پول میخوای، اون یه پولی از آبجکت های ساخته شده میخوای که بگیری استفاده کنی، بذاریش کنار دوباره، نمیخوای دیستراکتش کنی، اون کار مموری الوکیتور نیست، اون مموری آزاد نمیکنه. نه اون پول یه چیز دیگه است، اون پول خارج از مموری الوکیتور. آره اگر یه همچون پولی توجه کن، اگر همچون پولی احتیاج داشتیم خارج از این فضای الوکیتور و اینا اونو می‌نویسیم پولا. چرا داری سوالاتو اینجا می‌کنی؟ بذار واسه سوال جواب باشه، ویدیو سوال جواب هم داشته باشیم. الان 4 5 تا ویدیویی که خالیه توش، هیچ خبری نیست. مرد شدن اینا ایوان شد. نه نه باید اتفاق بیفته. خب اینو می‌خواستم بگم که یه راهی الان یوزر داره با این سیستم کانستراکشنی که من انجام میدم، یه راهی که خیلی جالب نیست ولی بدم نیست. یوزر می‌تونه یه دونه آبجکت بسازه از این تایپ تی، بعد اون آبجکت رو به عنوان این پارامتر کانستراکتور من پاس بده و من کل هزار تا رو از اون کپی کنم، بعد اون آبجکت رو دستروی کنه. یعنی اگه یوزر واقعا میخواد حتما کپی انجام بشه و یه آرایه ساخته بشه، یه دونه آبجکت میسازه، چیز میکنه، میده به من به عنوان پارامتر کانستراکتور، کپی کانستراکتور شما فراخوانی میکنم، یه وقتی یه دونه از نوع همون آبجکت میده، من همون یه دونه رو تو همه هزار تا کپی میکنم، بعد خودشون یه آبجکت رو دستروی کنه. درسته؟ یعنی عملا با این روشی که ما الان داریم یک کمی میشه کپی هم کرد، یه آبجکت اضافه اونجا باید یوزر بسازه و از بین ببره. چرا چجوری اتفاق میفته که اون ارک تایپ سر که میگی سلکته با اون چیز میاد؟ آره کاری که یوزر میکنه اینه که اینجا این بیرون یه دونه از اینا میسازه، یه دونه مثلا همون اس اس که ساخته، بعد میگه اسمش چی بذاریم، اس اس ای مساوی است با اوتو، چرا نذاشتم اوتو اس اس ای مساوی است با الوکیتور کرییت اری سایزمون 1000 تا پارامتر چیزمون چیه، این بی کی ان تی پلاس دیباگ الوک پارامز حالا 0 و چی و اس اس. همین سوال اینه که اون اتفاقی که رو اس اس کپی میکنه چرا چیزی اتفاق میفته؟ آه تایپش رو اینجا بنویسم، اینجا تایپش رو مینویسی، حالا انگل برکت بنویس تست تایپ. تست تایپ خب بچسب. این کار الان این کپیه دیگه. ببین من اون کانستراکتوری از تست تایپ رو فراخوانی میکنم که یه دونه تست تایپ به عنوان پارامتر میگیره، درسته؟ و اون کپی کانستراکتور و اون کپی کانستراکتور و آن فهوه کپی کانستراکتور فهیه باید بگم یا فهوه باید بگم؟ کپی کانستراکتور مؤنث یا مذکر؟ خب حالا بذارت اینجا یه دستروش هم بکنم، اینو بذارت دستروی نکنم، اینو میشه میشه خب دیگه. ببین یه چیز دیگه هم دستروی نکردم فکر کنم. چی دستروی نکردم؟ چی داره میگه این؟ چرا سایزش انقدر بد بود؟
یه اتفاق بدی داره اینجا میفته. خب سایزمون هست N ضرب در سایز آف T که سایز آف T باید یک باشه فکر کنم. آها درسته، سایز آف T یه بایته. الان چون تو T هیچ دیتایی وجود نداره دیگه، آبجکت که وجود دیتا نباشه سایزش میشه یک، صفر نمیشه، یکی میشه. دلیلش هم اینه که اگر صفر میشد اون وقت آرایه از هزار تایی از اینا بازم هم سایزی صفر و و ایندکس صفر، نه ایندکس صفر و یک و دوش آدرساش با هم فرق نمیکرد. آبجکت های مختلف بودن روشون فانکشن میتونستیم فراخوانی کنیم ولی آدرسش فرق نداشت. اینجور نهاد باشه دیگه. خب شاید برای بعضی جالب باشه که چی empty base optimization هم ریسرچ کنم. empty base optimization توی C++ بود، یکی از optimization هایی که کامپایلر ها اجازه دارن پیاده کنن. خب این نه اوکی فکر کنم. کاری که باید میکردم، کاری که میخوام بکنم اینه که توی مین یک کپی کانسترکتور اینم بنویسم. این کپی کانسترکتور اینه دیگه، تست تایپ کانسترف اینجا میگم کپی constructor. خب constructorش اکسپلیسیت نوشتم و هزار تا هم دیگه ازش construct حالا نمی کنم، 10 تا construct می کنم. نه میخوام هزار تا ننویسه بره، 10 تا رو میشه شمرد ولی هزار تا رو نمیشه. الان یه حافظه 10 بایتی نباید باید چیز باشه. آره ببین اون آبجکت اولی که میسازیم اون تی تیه، این دستراکتور تی تیه، این یکی اس اسه و این 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تایی که از روی اس اس ساخته شدن. بعد این دستراکتور اس اسه، این دیتوره و اینم که اروریه که به خاطر دستروی نکردن این چیزه داریم، که اینم اینجوری میتونیم لکتر دستروی اری چیه SSA و 10 تا و BKNT الان به چی که به destroy array نپاس بدی به destroy خالی اشتباهی پاس میدودی چی میشه دنیا با هم جفتی مشکل نه تاش destruct نمیشد، مشکل چیز نمیده اختلاف پارامتر یعنی مچ نشدن سیگنچر سایز را... چرا نه سیگنچر چیه؟ سایز رو من ارور میده. آره سیگنچرش فرق نداره مگه؟ چرا؟ خب من همین پارامترو نمیتونم. اون که مثلا حواسم نبوده به دستروی پاس بدم. خب این که مشکل داره کامپایلر میگیره. اون که کامپایلر رو میده. اون که مشکل بزرگی نیست آخه واقعا. این که اصلا مشکل بزرگی نیست. کدت کامپایل نمیشه. مشکل این وقتیه که اینم پاس ندی. این کامپایل میشه کاملا. بذار اول اون قبلی رو. بذار اول اون قبلی رو. نه آزاد همه رو آزاد میکنه. ببین الان همه چی اوکیه، هیچ لیکی نداریم، همه چی استراکچر شد دستراکت شد، همه چی اوکیه. خب این یکی، این حالت دیگه اگر من اینو اینجوری بنویسم، این همون وقتیه که تو نیو آرایه انجام بدی دلیت معمولی انجام بدی، حافظت آزاد میشه درست ولی رفرنس ولی یه دونه شو دستراکت کردی، نه تای دیگر رو استراکت نکردی، یعنی دستراکتورشون رو فراخوانی نکردی. یعنی اگه تو دستراکتورشون یه کاری میکرد، مثلا تو هر کدوم از این یه پوینتر داشت به حافظه دیگه ای یا حافظه دیگه الوکیت کرده بود، اون حافظه دیگه آزاد نمیشد. ولی الان واقعا حافظه یوزبل ان اینا، درسته؟ دستراکتورشون نشده. آره. ولی حافظه خود اینا آره ریوزبل است. ولی فکر کن تو اینا خودشون کوچولو بودن، توشون 1 گیگابایت هر کدوم حافظه میگرفتن. اون 1 گیگابایت آزاد نشده بود ولی ریوزبل نبود. آره دقیقاً. اینو پاک میکنم، بدونش فرق میکنم. آها ببین buffer size mismatch expected size 10 given 1 درسته؟ 10 تا 10 بایت انتظار داشته دستروی بشه. الان هنوز من نگفت آرایه ای نبود، آرایه ای کردی. اینم میتونستم اضافه کنم به چیز
تو اینترفیس هم ترجیح میدم این کارو نکنم، یعنی این الوک و الوک اری دیگه ننویسم و فری اری جداگانه، ولی میتونستم که توی اون دیباگ اینفورمیشنی که نگه میدارم اینکه آرای است یا نه رو هم نگه دارم و ارور بهتر بدم، ولی به هر حال من الان دارم ارور میدم. البته اگر من دیباگ الوکیتور استفاده نکنم و اینجا روت الوکیتورم پاس بدم ارور رو برای سایزش میگیره، چون بازم من سایزامو دارم چک میکنم، میگه 9 بایت مونده، 10 بایت الوکیت کردی، 1 بایت آزاد کرد. این چون نمیدونه که واقعا ببین حافظه درست برگشته به سیستم، ولی این حساب داخلیش غلط شده دیگه. دیالوکیتور سر نکردی منشون؟ نه حتی دیالوکیت هم کردم من همون پوینتر رو، واقعا به سیستم برگشته. الان الوکیتورمون باگ داره، یعنی حافظه واقعا آزاد شده ولی این فکر میکنه آزاد نشده. این سایزا که تو بهش میدی رو داره میشموره. مرسی ساعت دو. خب عذر میخوام از کسی که این ویدیو رو دارن میبینن. اینو نمیشتم دیگه چون الان پاز کردم لیستش رو میخونم چه تورنتایی داشتم. خب چیز عجیب غریبی نداشتم تو تورنتا. باید ویدیو رو دوباره ضبط کنیم. خب تو دارم تورنتم رو چیز کنم پرایویسی پولا این خطا بکشم تورنتا. خب فکر کنم چیز عجیبی نداشتم تورنتا. خب این ویدیو رو باید زود تموم کنم که تورنتم رو دوباره ران کنم. سوال این بود که این ارو چی فهمید که این نقطاش مونده؟ ببین من به این میگم که این حافظه رو الوکیت کن، موقع الوکیشن سایز رو سایز بهش میدم، چون اگه سایز اون موقع اشتباه بدم اشتباه الوکیت میکنه، اونجا درست بهش میدم، یعنی وقتی میگم 10 بایت الوکیت کن چون واقعا 10 بایت لازم داره، ولی موقع ریلیز کردم موقع فری کردم من سایز رو دارم مصنوعی بهش میدم، به زور الکی دارم بهش میدم، اون سایز رو واقعا لازم نداره واسه فری کردن حافظه. خب. چون املاک و فری اون زیر فری اون زیر سایز رو نمیخواد، فری سیستم سایز رو نمیخواد، بهش میگه این پوینتر رو آزاد کن، اون سایزش خودش میدونه، سایز بلاک خودش میدونه، اصلا تو اینترفیس فری سی قضیه پرنت و چایلد و اینا خرابش نمیکنه فری سیستم؟ نه آخرش که بالاخره میره تو فری سیستم احتمالا. اوکی ولی اون نوع که میخواد بفهمه خب خودشو همیشه دیسترو میکنه، مثلا یه پرنت یه چنان یه فوه یه باره فرزند فلانه خب اگه باره بزرگتر باشه بگیم دیدیتش بکن فریش بکن اندازه بار همیشه آره اندازه بار اگه تایپشو درست بدی واقعا تایپت بار باشه اون اندازه بار دلیت میکنه. مسئله اینجا اینه که من بهش گفتم 10 تا یه بایتی الوکیت کن و بعد گفتم یه دونه یه بایتی آزاد کن، سایزه درسته که مصنوعی تو فری این محاسبه داخلی خودشو با اون سایزی که من بهش پاس میدم انجام میده دیگه، 10 بایت الوکیت کرد یه بایت آزاد کرد بس 9 بایت مونده، آخرش وقتی روت الوکیتور داره دستروی میشه میگه که تو 9 بایت این وسط تنوز الوکیت شده داری، با اینکه چیزی الوکیت شده نیستا ولی این تو حساب کتاب داخلیش آره دنبال هم کلام بود درسته که تو اکانتینگ داخلیش تو حساب کتاب داخلیش در تو بوک کیپینگ داخلیش این 9 بایت باقی مونده به نظر میاد همچنان. حالا تو این مثال خاص بعد ای بوک کیپینگش آره درست تو این مثال خاص الان اتفاق خوبی داره میفته و ما همینو میخوایم به هر حال، ولی اون چیزی که واقعا جلوی مشکل ها رو میگیره و مشکل ها رو دیتکت میکنه این دیباگ الوکیتور، چون روت الوکیتور ما نمیدونیم اون 9 بایت از کجا اومده مال کیه چیه چجوری، ولی دیباگ الوکیتور بهمون احتمالاً میگه. بذار ببینیم حالا والا میگه نه. خب آها میگه اون فری که داری تو چیز انجام میدی کو الوکیتور سی پی پی خط 335 خب اینجا رو من نمیخواستم. خب اون اسرت هم غلطه ببین این الان نشون میده که نه اسرت هم کامل اطلاعات کامل توش چیز نکردم توش چاپ نکردم من الان این داره فایر میشه دیگه این اسرته. خب توی این من باید اون دیباگ پارامز هم بنویسم یه چیزایشو نه اینجوری دیباگ پارامز دات فایل و دیباگ پارامز دات لاین فرام درصد اس تا نقطه درصد دی. ببین من این وقتی اسرشن فایر میشد اطلاعات کامل چاپ نمی کردم. بذار یوزر دیتا رو هم تش بنویسم. درصد پی چی؟ یوزر دیتا تایپش چیه؟
اینته خوک در صد دی ام یوزر دیتا اینجا و دیباگ پارامز دات یوزر دیتا اینا رو تو اون دوتای دیگه هم اسرت هایی که اینجا گذاشتم اسرت هاش باید ارور هندلینگ دیدیکیتد یعنی یه چیزی میداشتم اینجا ارور ریپورتینگ هم خب هنوز خوب نیست دیگه واقعا وقتی لازمشون داشته باشم خب خوب اینجا فقط توی اینم من اگه اینو اجرا کنم باید به هم تو ارورم بگه از کجا الوکیت شده بود این آها خوبه from main cpp خط 60 درسته main cpp خط 60 خط 60 اینجاست دیگه آنه در واقع داره میگه تو destroy اشتباه کردی آدرس destroy داره به من میده اون اروری که اونجا داد سیف لاکی میذاره تا اسکی سیف میذاره آره من میتونم هر چی میخوام پاس بدم هر چی بدارم میخوره پاس بده ولی به هر حال این الان داره میگه تبدیل یوزر دیتا صرف به اون یکی که گفتی که برای حساب کتاب است ام پی سی فلان اپتیمایزیشن کجا اتفاق میفته نه نه یوزر دیتا اون نیست رابطه یوزر دیتا نه 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 اون سایز آره ببین این تست تایپه که خالیه من اگه یه کلاس دیگه از این ارث ببرم استراکت experimental type دو نقطه public test type و توی این یه دونه int x بذارم الان این x 4 بایت دیگه درسته و خب این از test type هم ارث میبره الان اگه size of اینا رو چیز کنم bknt report درصد زی فکر کنم باید بذارم برای سایز آف درصد زی سلش این سایز آف تست تایپ و سایز آف اکسپریمنتال تایپ هست میزنی چند باشن اینا؟ یه بایت تست تایپ اکسپریمنتال تایپ چی میشه سایزش؟ مرسی که هیچی ننوشت آها درصد زی خالی نیست درصد چی بود؟ درصد یوزی اوزی البته ولی نه درصد یو نه 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 اون اشتباهه درصد یو رو داره میگیره درصد یو نیست درصد ال پار کن دیگه آبرو من نبر خیلی کاراکتر نمونده آره دقیقا چند تا بیشتر نیست برو دیگه بلم کن بابا همون درصد یو رو بنویسم اینا رو کست میکنم به آن ساینت کی به کیه ولی درصد زیه واقعا یه پیشوندی چیزی داشت یک و چهار چرا اکسپریمنتال تایپ سایز شده یه دقیقه صبر کن اینو باید بریم تو سوال جواب الان بحثی نداریم تو این نه دیگه اینجوری که گفتی که جورت درست ویدیو اینجا تمومه دست فعلا الان میریم سوال جواب سوال جواب نمیخوام خالی باشه